کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. حیات یحیی تصویری واقعی از تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در دوران قاجار و پهلوی اول رو نشون میده. این کتاب با جزئیات دقیق تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران از عصر ناصری تا اواخر پادشاهی رضا شاه رو به تصویر میکشه. حیات یحیی اثری ارزشمند برای درک بهتر نقش روشنفکران در نهضت مشروطه است. این کتاب روایت زندگی یحیی دولت‌آبادی، یکی از فرهنگسازان و رجال ارزشمند هست که گره خورده با تاریخ مشروطه ایرانه. حیات یحیی نه تنها یه زندگی نامه خیلی جذابه، بلکه یه منبعی هم هست، یعنی یه منبع غنی برای تاریخ پژوهان ایرانی هم به شمار میاد. حیات یحیی، نوشته میرزا یحیی دولت‌آبادی. میرزا یحیی دولت‌آبادی رجالی سیاسی اصیل و معتمد است که در این اثر خاطرات خود را مبتنی بر رویدادهای مهم عصر ناصری تا دوران رضاشاهی به زبانی شیوا برای آیندگان به ارمغان نهاده است. صفحه 239. نتیجه آن اقدامات این که یک روز وزیر مختار روس و انگلیس از من در پاریس وقت خواستند، ملاقات کردند و گفتند ما از طرف دولت‌های مطبوع خود مأموریم از شما بپرسیم خیال شما درباره مراجعت به ایران چیست و چرا مراجعت نمی نمایید؟ در جواب گفتم ترتیبات داخلی ما طوری بوده است که صلاح دیدم قدری در خارج بمانم، از یک طرف هم روابط خارجی ما آنطور که باید باشد نیست. خیال کرده ایم یک نفر وزیر مسئول بیاید با هم به لندن و سن پترزبورگ مسافرتی کرده روابط خود را با دو دولت همجوار محکم نماییم و بعد از آن البته به ایران برخواهم گشت. دو سفیر از این جواب خوشنود شدند و گفتند این مسافرت کی خواهد شد تا ما به دربارهای خود اطلاع بدهیم؟ من هم تعیین وقت کرده آنها دلخوش رفتن به تهران. تأکید کردم که هر چه زودتر وزیر مسئول برسد. پس از جواب و سوالها مساعد و نامساعد بسیار که شد، بالاخره پذیرفتند که وزیری بیاید. یک روز باز دو سفیر روس و انگلیس آمدند و اظهار کردند وزیر مسئول شما حرکت کرده، دیگر موقع مسافرت شما به لندن و سن پترزبورگ نزدیک شد، در صورتی که من خود هیچ از این مسئله خبردار نبودم. گفتند بلی، وثوق الدوله وزیر خارجه به بادکوبه رسیده است. حیرت کردم چه شده است به من اطلاع نداده اند، ولی به روی خود نیاورده جواب دادم روز موعود حتما حرکت خواهم کرد. و از آن طرف از تهران پرسیدم چرا آمدن وثوق الدوله را به من اطلاع ندادید؟ جواب دادند وثوق الدوله مأمور این کار نیست و خود برای گردش نمودن مسافرت کرده است. مستوفی الممالک وزیر جنگ مأمور این مسافرت است و به زودی خواهد آمد. بالاخره وعده مسافرت من نزدیک شد. وزیر مسئول نرسید. من هم چاره ندیدم جز آنکه خود تنها رفته باشم و رفتم. اولا در لندن در مراکز رسمی ملاقات دوستانه شد و در اصل مطالب مذاکرات کردیم و نتیجه این شد که وزیر خارجه انگلیس در پارلمان اظهار کرد نایب السلطنه ایران آمد به لندن و با رضایت یکدیگر مذاکرات ما به آخر رسید. پس از آن به سن پترزبورگ حرکت کرده در آنجا نیز با وزارت خارجه مذاکرات لازمه را نموده وعده دادند که همراهی کنند و مأمورین خود را در ایران از مداخلات ممنوع دارند و بالاخره در باب دایر شدن مجلس شورای ملی تهران و بازگشتن قشون روس از نقاط شمالی و در مسئله استقراض و غیرها دوستانه مذاکره و اظهار رضایت شد
و پس از مراجعت به پاریس مصطفی الممالک هم رسید و اینک قصد دارم بروم به ایران و ترتیباتی که در نظر است از دایر شدن مجلس شورای ملی و مجلس سنا مجرا گردد و اگر احوال داخلی اقتضا کند و بدانیم چگونه رفتار کنیم شاید موانع خارجی در کار نباشد یا اگر باشد نتواند مانعیت نماید. پس از آن در باب تاجگذاری سلطان احمدشاه در آخر این سال که به موجب قانون اساسی موقع آن می رسد صحبت داشتم و نایب السلطنه مذاکرات خود را در این موضوع در لندن و سن پترزبورگ نقل کرد و دلایل لزوم این کار را بیان نمود و همه را تصدیق کردم، خصوصا که این کار اجرای فعلی قانون اساسی است. در این زمینه صحبت بسیار داشتیم و من خیالات خود را در این کار از مقدماتی که باید ترتیب داد و نتایجی که باید گرفت که همه موجب مزید تمرکز دادن دولت و جلب قلوب معارف مملکت است به جانب دولت مشروطه و موجب جبران شدن از بسیاری از قصور وارده در داخل و خارجه همه را بیان کردم و نایب السلطنه تصدیق کرد. بعد از این مذاکرات در خصوص مراجعت من به ایران صحبت داشت و ترغیب به مراجعت نمودن کرد. گفتم با اوضاع حاضر ایران همراه نبودم و صلاح خود را در دوری می دیدم، ولی اکنون که باز عنوان حکومت ملی است برای مراجعت نمودن و به قدر استطاعت خیش همراهی کردن حاضر هستم. فقط یک محظور در کار من هست و آن این است که من در تمام عمر در هر کار دخالت کرده ام از روی وظیفه وجدانی بوده است و من آنچه کرده ام بدون اجرت دنیایی بوده. در این وقت احوال روحی و دماغی و اوضاع زندگانی من اجازت نمی دهد که باز برگردم به ایران و بلا تکلیف بمانم و روز و شب زحمت بکشم بیان که بدانم نتیجهش به کلی عاید می گردد، علل خصوص که زندگانی ایران خود را استراراً برهم زده، خود و خانواده ام در گوشه لوزان مانند مرغ در یک قفس ساکن شده در کمال سختی زندگانی می کنیم و پرداختم به کارهایی که شاید برای فردای وطن ثمری داشته باشد و در این صورت اگر کار مفیدتری در نظر باشد که وجود من در آنجا منشأ اثری گردد، البته مراجعت را بر اقامت ترجیح می دهم. در صورتی که برای تربیت نمودن اولاد خود و به اتمام رسانیدن کارهای ناتمامی که در دست دارم دوست می‌دارم باز چندی دامنه اقامت خود را در خارج طولانی کنم، به شرط فراهم شدن مدد معاشی که بتوانم با آسایش خاطر مقاصد خود را انجام داده باشم. ناصرالملک شاید تصور کرد کلمه سختی زندگانی که در خلال مذاکره از زبان من درآمد و به زمینه جمله فراهم شدن مدد معاش تقاضای مساعدت مادی نمودن را از او در بر دارد، در صورتی که من هرگز اهل این گونه تقاضاها نبودم. این بود که کلام مرا قطع کرده گفت: اما مسئله سختی در زندگانی را که خوب حس می کنم که می فرمایید، چون خودم به این درد مبتلا هستم. این دفع دخل موهوم نایب السلطنه مرا متأثر ساخته اجازه خواستم در این موضوع چند کلمه صحبت داشته بعد رشته سخنی را که داشتیم تغییر نماییم. گفتم استدعا می کنم این جمله را به گوش ناصرالملکی بشنوید، زیرا نمی خواهم به مقام نیابت سلطنت جسارتی کرده باشم. آقای ناصرالملک، در نظر دارید چند سال پیش خانواده ما یکی از خانواده های دولتمند بود و دارای همه چیز بودیم و من سهم خود را از آن دارایی به مصرف خدمت به مملکت رسانیدم و امروز خود دچار این عسرت گردیدم. شما هم آن روز خود را فراموش نکرده اید و امروز هم مشاهده می شود ماهی 12,000 تومان مواجب نیابت سلطنت می گیرید و سالی 100,000 تومان شاید آیدی ملک دارید و چون بینوایی از راه سوزش قلب کلمه سختی زندگانی را به خود نسبت داده راضی نمی شوید در این نسبت هم شرکت نداشته باشید. آقای ناصرالملک، چه چیز شما به من شباهت دارد؟ و چه چیز من به شما؟ ناصرالملک به ظاهر متأثر گشت و در مقام دلجویی از من برآمد و بالاخره پس از مذاکرات بسیار نتیجه این شد که نایب السلطنه روانه ایران شود
و پس از مداخله نمودن در امور، اگر وجود مرا برای کاری مناسب دید، مرا طلب نماید و اگر نشد، به هر وسیله که باشد، در ازای خدمتی که به محصلین ایرانی می کنم یا در مقابل مأموریت تازه‌ای در خارج، مدد معاشی برساند. و این مجلس گذشت و من بعد از آن که تقریباً از وطن و هموطنان درباره خود مأیوس شده بودم، باز هم به شبهه افتادم که شاید وسیله‌ای برای خدمت مستقیم یا اسبابی برای آسایش خاطر و انجام خدمات غیر مستقیم به دست آید و در این حال که درهای امیدواری از هر جهت بسته شده است، فتح بابی بگردد. نایب السلطنه به جانب ایران روانه گشت و صدای ترتیبات جدید و افتتاح مجلس شورای ملی و تنظیمات تازه در ایران بلند شد و اگر بخواهیم در این وقت مقایسه نماییم کلیه احوال ایران را با ایام گذشته و ببینیم چه آثار سعادتی داریم که نداشتیم و چه محظوراتی نداریم که داشتیم و به این سبب قدری امیدوار گردیم، در وجود مقتضی هیچ نتوان گفت مگر پیشرفت اداره ژاندارمری که در مرکز و نقاط جنوبی بیشتر و در نقاط شرقی و غربی کمتر و در شمال هنوز تقریبا هیچ خودنمایی می کند. فواید دیگر هم نموده که از وسعت یافتن و مزید نفوذ اداره قزاقخانه که بزرگتر اسباب دست روهاست جلوگیری کرده و دور نباشد که نفوذ آنها به نقاط شمالی ایران هم اثر کند و از تجاوزات روس هم جلوگیری کند، به شرط آنکه این قوه را کافی ندانیم و به فکر ایجاد قشون باشیم، قشونی که روز بیچارگی به درد ما بخورد، قشونی که استقلال ما را محافظت نماید و و و. و اما مسئله رفع موانع، چیزی که قابل توجه است همان تغییراتی است که در سیاست خارجی شده و انگلیسیان عقب افتادن سیاست خود را در ایران خوب حس کرده اند و اکنون باز مسئله رقابت میان آنها و روسها خودنمایی می کند و با ملاحظه حفظ ظاهر عهدنامه 1907 باز ضدیت دو دولت با یکدیگر از نزدیک دیده می شود و در این صورت البته مقاصد روس به کلی در ایران مثل سابق جریان نخواهد داشت و از نفوذ او کاسته شده و می شود و این یکی از اسباب امیدواری است که ما اگر به وظیفه خود رفتار کنیم در عین ناامیدی می توانیم راه نجاتی بیابیم. صفحه 243، فصل 27، روح جوان و مناسبت با جوانان. پیکر عالم پیر بدل مایتحلل می گیرد از قوه روح جوان. روح جوان است که در هر عصر و زمان عالم را ترقی می دهد که رامه می کند و به را بهتر می گرداند. روح جوان است که با حرارت شدید الاثر خیش چرخ عالم کون و فساد را با سرعت هرچه تمامتر گردش می دهد. روح جوان است که در برابر حوادث گردون خودداری نموده بار سعادت بشر را به منزل می رساند. روح جوان است که در تاریکی های متراکم زندگانی سعادت حیات نهانی را تأمین می کند و بالجمله هرچه هست از روح و در روح جوان است، علل خصوص که روح منور به نور دانش و پرورش باشد که منشأ شرافت است و کیمیای سعادت. کدام مملکت از همه ممالک برتر و کدام ملت از سایر ملل بالاتر است؟ آنکه روح جوانش منورتر است. بدبخت و بی سعادت قومی که روح جوانش در مشیمه طبیعت حیوانی نشو نما یافته در تیه جهالت سرگردان بماند. روح جوان ملت ما در چه حال است و چه می کند؟ چه بدبختی از این بالاتر که چون دقت کنیم می بینیم ضعف ما ذلت درماندگی و بیچارگی ما نیست، مگر به واسطه تاریکی افق روح جوان ما. روح جوان دیروز بود که در ظلمات جهالت امرار حیات کرده پیر امروز گشت و پیر فردا هم روح امروز جوان است که
خدا داند به چه صورت خود نمایی کرده، چه کشته‌ای درو نماید، چه حاصل امروز از بذر دیروز است و فردا را قیاس کار از امروز باید گرفت. حاصل آنکه روح جوان ماست که قاصر است و مقصر و این جامعه برای قامت سعادت ما نارساست. با این وصف سرآمد بدبختی ها، آن که معدودی هم اگر راه شرافت بپیمایند، در مرحله های اولی زندگانی به چنگال مرگ گرفتار گشته به ارکان سعادت ما خلل می رسد. چنان که در مدت اقامت من در سوئیس چند تن از بهترین و حساس ترین جوانان ایرانی به درود زندگانی گفتند و بر تأثیرات خاطر من افزوده شد. چون سخن به اینجا رسید، به بدبختی دیگر اشاره نمایم و آن این است که با روزگار امروز که ما بی نهایت حاجتمند روح جوان دانشمند پرورش یافته ایم، از ده یک جوانانی که در ممالک اروپا به نام تحصیل و تربیت اقامت نموده اند، به وظیفه تحصیلی خیش رفتار نمی کنند و آنان که اندک ادای وظیفه تحصیلی می نمایند، به واسطه فساد اخلاقی که در آنها رسوخ یافته و طبیعت دوم شده، پرورشی را که بتواند با قوت دانش کلید درهای بسته بوده باشد دارا نمی باشند، بلکه اغلب تحصیلات ناقص آنها در پیش پای بدی تربیت های اولیشان چراغی می شود و گفتند چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. ما در خارج مملکت اکنون سه جور محصل داریم. یکی کودکان خردسالند که هیچ گونه بصیرت از احوال وطن خود ندارند، از معلومات ادبی، تاریخی و غیره خود به کلی بی‌خبرند. مدتی عمر خود را صرف آموختن زبان بیگانه می‌کنند. پس از آن تحصیل نموده، مانند یکی از اطفال ملت اجنبی تربیت می‌شوند. کار این گونه اطفال در صورتی که حسن موقع یافته باشند، از جهتی نیکوست که از تربیت‌های اولی با اولیای خود که اغلب فاسد است برخوردار نمی‌شوند و از جهتی نارواست، زیرا که چون به حد رشد می‌رسند از اخلاق و عادات خوب و فضائل ملکی و ملی خود به کلی بی‌خبرند و چون بازگشت به وطن کنند، اگر بخواهند مصدر خدمتی گردند، ناچارند روزگاری باز عمر خود را صرف تحصیل اطلاعات داخلی نمایند. در صورتی که اغلب به غروری که دارند اعتنا نکرده از فضایل وطن بیخبر میمانند و به این سبب نمیتوانند سرمایه تحصیلات خارجی خود را نیکو به کار برده خدمت لایقی به وطن خیش بنمایند. دوم اشخاصی هستند که در وطن خود مدتی تحصیل کرده و مختصر اطلاعی از اوضاع داخلی دارند و سن آنها مقتضی تحصیل نمودن در خارج هست. این قبیل محصلین اگر تربیت اولی آنها صحیح باشد و در خارج در مدرسه های دربسته یا در زیر دیده سرپرست لایقی تحصیل نمایند، بهره‌مند می گردند و سرمایه سعادت برای آتیه وطن می شوند. و اگر تربیت اولی آنها نیکو نباشد، علل خصوص که در خارج هم خود سر بمانند، وقت و مال عزیز را باطل نموده نکبت تازهی سربار نکبتهای وطن می گردد. سیوم اشخاصی هستند که چشم و گوش آنها در وطن به عیش و عشرت گشوده شده، در بحبوحه شباب با هزار گونه هوا و هوس اولیای خود را فریب داده، به عنوان تحصیل و تربیت رخت به خارج می کشند. سالی چند سرمایه جوانی را با هرچه به دست آورند صرف اشرترانی نموده، از وطن و خانواده و هرچه مایه شرافت آنها باشد بیزاری جسه، کتابی چند از قصه های هوسناک می خوانند و مالی خولی های جوانی را شدت داده، از فضائل داخلی بی بهره، از اکتسابات نیکوی خارجی بی نصیب، بالاخره عادت های پست ناپسند دیگران را با یک عالم فساد اخلاق به وطن ارمغان می برند. قبایح اعمال خارجیان را به نام تمدن و تربیت به دیده دنیا ندیده ملت ساده می کشند. اجنبی را پرستش می کنند، وطن و هموطنان را تحقیر می نمایند. اگر مصدر کاری شدند، وطن فروشی را شعار خود می سازند و نامش را سیاست می گذارند. و بالجمله برای مهیا شدن اسباب هوسرانی
و یا به رسیدن به آرزوی ریاست و جمع مال از هیچ گونه بی‌طرفی و بی‌ناموسی دریغ نمی‌دارند. خود را دانشمند و تربیت یافته قلم می‌دهند. بی‌خبران هم که بی‌خبرانند، مرکز عقل آنها گوش آنهاست و بس. آنچه بر آنها معلوم است این است که این شخص به اروپا رفته و برگشته، اما آنجا چه کرده و چه باز آورده است برای بی‌خبران مجهول. و به راستی اگر نیکو نظر کنیم، خواهیم دید در قرن آخر فسادی که از این قسمت از روح جوان به اساس استقلال ما رسیده است، مضرتش افزون بوده است از آنچه در قرنها به دست پیران تحصیل ناکرده خارج نادیده تربیت نایافته جاری شده است. و چیزی که ما را در گرداب تأسف فرو می‌برد این است که در قرن بیستم با همه اقدامات که برای توسعه معارف و ترقی دادن ملت شد، هنوز در روح جوان ما قسمت سیوم بر قسمت‌های دیگر غلبه دارد و وسایل بدبختی از این راه برای وطن بیش از پیش مهیا می‌گردد. گفتم بیش از پیش، بلی، چه عده این اشخاص اکنون از پیش افزون است و به علاوه وسایل به کار افتادن سموم فساد اخلاق ایشان به واسطه غلبه نفوذ اجانب و حاجتمندی آنها به داشتن دست‌های داخلی که به منزله آسین برای دست ایشان بوده باشد بیش از پیش است. افسوس، هزار افسوس. در این صورت که از فرستادن جوانان به خارج نفع کم و ضرر بسیار می‌بریم، همان بهتر که دایره مسافرت جوانان را محدود ساخته اسباب تحصیل و تربیت آنها را در داخل مملکت فراهم آوریم. به این ترتیب که کودکستان‌های مخصوص برای تربیت پسران و دختران از 3 سال تا 6 سال تأسیس نماییم و مربی‌هایی از زنان تربیت شده خارج جلب شوند که این کودکستان‌ها را اداره کنند و مربی‌های داخلی کم کم زیر دست آنها حسن عمل آموزند و به وظایف علمی و عملی و اخلاقی خود برخوردار گردند. و اگر بتوانیم این گونه تربیت خانه ها را شبانه روزی کنیم، البته مفیدتر خواهد بود. دیگر مدارس ابتدایی عمومی دارای 4 کلاس برای 4 یا 5 سال از 7 سالگی شروع کنند و در 12 سالگی ختم نمایند و این درجه تحصیل برای پسران و دختران اجباری بوده باشد و دولت در هر شهر و هر قصبه و هر ده به قدر لازم از این مدارس به یک دستور با رعایت شهر و ده و نقاط مختلف مملکت از حیث احتیاجات دایر نماید و عایدات اوقاف مملکت را برای این مدارس محل قرار بدهد و برای این کار قبلا باید دارالمعلمین و دارالمعلمات ابتدایی متعدد در مملکت تأسیس شود. معلم و معلمه نخست حاضر گردد، کتاب‌های مفید تهیه شود و بعد از آن شروع به عمل نمایند و دیگر مدارس متوسطه در هر شهر به قدر ضرورت با تمام اسباب تأسیس گردد و در چند نقطه مملکت دارالفنون‌های کامل یکی بعد از دیگری با دقت کامل در حسن انتخاب اعضا و اجزا و با معلمین قابل که به هر قیمت هست از خارج جلب شوند و معلمین داخلی چند سال زیر دست آنها مانده عمل فراگیرند. با این ترتیب به تدریج روح جوان مملکت را وسایل تحصیلی داخلی فراهم گردد و هر سال یک عده از جوانانی که دوره تحصیلات داخلی را طی کرده، یکی دو سال برای تکمیل نظریات و عملیات و حصول تخصص به خارج مسافرت کنند در تحت نظارت دولت. و چون دایره معارف ما به این ترتیب بگردد، طولی نمی کشد که گریبان حیات استقلالی ایران از چنگال مرگ خلاصی یافته با روح جوان دانشمند پرورش یافته خود شروع به زندگانی جدید می نماید. اینک مناسب است به شمعی از مناسبات خود با جوانان محصل ایرانی که در مملکت سوئیس اقامت دارند اشاره نمایم. در سنه 1330 هجری که توقف سوئیس را برای یک مدت اختیار کرده، نخست شهر مونترو را برای اقامت برگزیدم
بعضی از محصلین ایرانی که از علاقمندی من به روح جوان ملت با خبر بودند، مرا در اقامت در شهری که از هموطنان خالی باشد، ملامت نموده، درخواست کردند اقامت خود را در لوزان که محل اجتماع محصلین ایرانی است قرار داده، به آنها نزدیک شده، از روی وظیفه وجدانی بر آنها سرپرستی نمایم. با اینکه تجارب گذشته که در این قبیل مواقع مکرر حاصل شده، میبایستی مرا از پذیرفتن این درخواست من نماید، ولی با خود اندیشه کردم بعد از هر خیال راهی که من برای خدمت نمودن به وطن اختیار کرده ام همین است که اکنون مرا به آن میخوانند، یعنی بیدار کردن روح جوان ملت و روشن نمودن دماغ آنها، خصوصا که بسیاری از این جمع که اکنون در لوزان اقامت دارند با اولیای آنها آشنایی و بلکه روابط خصوصی داشته و دارم، و به علاوه بعضی از آنها در مدارس ابتدایی تهران در تحت نظارت من تحصیل مقدماتی کرده اند. در این حال که مرا از جهات دیگر فراغت بال است، چه بهتر که این حسن طلب را غنیمت شمرده به فرزندان روحانی خیش نزدیک گردم، آنها را برای آتیه نزدیک مهیا سازم، بیشتر در این راه سعی کنم که علاوه بر تحصیلات خارجی که می کنند، اطلاعات ادبی و تاریخی داخلی هم حاصل نموده از گذشته های نزدیک که مدخلیت تام در احوال حاضر و آینده دارد، تا هر کجا بشود خبردار گردند. حس وطن پرستی آنها تکمیل شود و بالجمله تا آنجا که ممکن شود مقصود دیرینه خود را در خدمت به روح جوان مملکت انجام بدهم. این خیالات مرا از مونترو به لوزان آورد و با عزم جزم با مذاکرات خصوصی و عمومی اختلافاتی که میان آنها به واسطه جوانی و بی تجربگی بود برطرف کرده، همه را با یکدیگر برادر نموده، از هر گونه مساعدت در این راه دریغ نداشتم و از موفق شدن به انجام این خدمت شعفی در خاطر خود احساس می کردم و می گفتم اگر از وطن دور گشتم و از هموطنان محجور، اما به قسمتی از روح جوان ملت که همه فرزندان روحانی من هستند و چراغ فردا به وجود اینها باید روشن گردد نزدیک شده، به آمال دیرینه خود در این گوش از دنیا رسیده، یادگاری از خیش باقی می گذارم. این بود که اوقات خود را تقسیم کرده، قسمتی را به نگارش اوراق تاریخ پرداخته، قسمتی را صرف لوازم ضروری زندگانی و باقی را در راه خدمت به روح جوان ملت مصروف ساختم و چیزی را که در آن اندیشه می کردم بی انتظامی امر معاش من بود. گاهی به خیال تجارت می افتادم، اقدام مختصری می کردم و حسن جریان نمی یافت، یکی به واسطه اینکه تحصیل این کار را نکردم و دیگر آنکه سرمایه‌ای در دست ندارم. گاهی منتظر می ماندم که دولتیان به وعده های ارغوبی خود وفا کرده در مقابل خدمتی که می کنم مساعدتی با من بنمایند. هیچ اثر پدیدار نمی گردید و بالاخره به هر زحمت بود امرار حیات کرده از خدمتی که به یک قسمت از روح جوان ملت می کردم دلخوش بودم و بیشتر صرف همت می نمودم که جوانان محصل با یکدیگر الفت حاصل کرده راه محبت وطن را به پای اتحاد و اتفاق بپیمایند. از این نقطه نظر مجمع آنها را که موسوم به انجمن دانش گستر بود تقویت نموده، برای فراهم بودن اسباب اطلاعات داخلی و فضائل وطنی به خیال تأسیس یک کتابخانه فارسی و عربی کوچک در لوزان افتادم و از هر در تصور می کردم بتوان قدمی رو به این مقصود برداشت وارد شدم. بالاخره یکی از دوستان من میرزا محمد علی خان نصرت السلطنه که از فضلا و آزادی خواهان است و در جلد دوم این کتاب نام برده شده، برای گردش روزی چند به این شهر آمد. از خیال من آگاه شد. او را در مجمع جوانان برده ترغیب کردم که در این خیال با من همراهی کند. دوست عزیز من دریغ نکرده با شوق ذاتی که در اقدام به این گونه کارهای سودمند خصوصا در راه معارف دارد به تهران بازگشت نموده، دولتیان را تشویق کرد و ملتیان را وادار نمود مقداری کتاب از کتب مفید که خواسته بودم فرستادند و تنها شرطی که کردن این بود که از حیف و میل نشدن آنها اطمینان حاصل گردد. بالجمله کتابخانه را تشکیل داده، در اوقات فراغت محصلین در آن را به روی عموم باز گذارده، مجمع دانش گستر را در آنجا منعقد ساخته،
غالبا خود در کتابخانه اقامت میکنم و به اصلاح امور محصلین میپردازم. در هفته یک مرتبه کنفرانس ادبی برای آنها میدهم و موضوعاتی طرح میکنم، شاگردان مینویسند و آنها را تصحیح مینمایم بیان که هیچ گونه استفاده مادی برای من داشته باشند. ضمناً قراردادی با کتابخانه لوزان داده میشود که اگر روزی این کتابخانه کوچک ایرانی به واسطه نبودن محصلین ایرانی در سوئیس بی نگهدار شد، این کتابخانه دارالفنون لوزان تا چند سال آنها را به رسم امانت نگهداری کند. اگر در بین این مدت از طرف دولت ایران تکلیف آنها معین شد، تسلیم نماینده دولت شود و اگر مدت منقضی شد و تکلیف آنها معین نشد، ضبط کتابخانه مزبور گردد. در خلال این احوال آثار دوئیت و نفاقی در میان جوانان محصل پدید آمده بر سر ریاست انجمن دانشگسر و کتابخانه لوزان به جان یکدیگر می‌افتند، به طوری که نصیحت‌های شدید من هم در وجود آنها اثری نمی‌کند. معدودی از صالح‌ترین آنها که از رفتار دیگران رنجیده خاطر بودند، خود را به من نزدیک نگاه داشته، مرا در برطرف نمودن مفسده اخلاقی و عملی یک عده جوان هوسناک بی تجربه مساعدت می‌کردند. همین حسن توجه آنها هم موجب حسادت دیگران شده، از تجاوز نمودن به حقوق و حدود شخصی که جز احسان و محبت درباره آنها کاری نکرده دریغ نمی‌کنند، بالاخره مجبور می‌شوم برای حفظ آبروی خود کمتر به کار آنها دخالت کرده خود را از تیررس بی احترامی جهال دور نگاه دارم. حدوث این حادثه در یک مملکت بیگانه به دست جوانانی که تمام امیدواری من در حسن جریان امور آتی وطن به وجود آنهاست و توقع حقشناسی از فرد فرد ایشان داشتم، بدیهیست چه اندازه مرا آزرده خاطر می سازد. یک روز در خیابان لوزان به طرف گار راه آهن که با بنای عالی تازه ساخته شده است می روم، از دور در نزدیک گار جمعیتی دیده می شود که با هورا و هیاهو می آیند نزدیک می شوند. می بینم شخصی را در کالسکی مزینی سوار کرده، 12 نفر جوان محصل بلغاری که بعضی از آنها را می شناختم، با لباس های مشکی و دستکش های سفید، از هر طرف 6 نفر 6 نفر به جای اسب تناب کالسکه را به گردن های خود بسته می کشند و جمعی از دختران و پسران محصل بلغاری با دسته های گل عقب سر کالسکه هورا می کشند و می آیند. کتاب دریچه‌ای به دنیای دانش و دانایی. حیرت کردم این شخص کیست و این چه حکایتی است؟ میپرسم و جواب میشنوم این شخص یکی از ادبای بلغار است که به لوزان آمده. محصلین بلغاری او را استقبال نموده، با این صورت او را به هتل میبرند. مردم شهر هم به احترام ادیب مزبور و به تشویق جوانان حقشناس قدردان دست میزنند و در این استقبال روح بخش شرکت مینمایند. صفحه 250. دیدن این رفتار از جوانان محصل یک ملت تازه قدم به راه ترقی نهاده به حدی بر تأثیر خاطر من از فساد اخلاق جوانان حق ناشناس وطن خود می افزاید که وصف کردنی نیست. مدتی مبهوت در کنار خیابان ایستاده بر حال وطن و هموطنان افسوس می خورم. گفتم یک ملت تازه قدم به راه ترقی نهاده. بلی، ملت بلغار جوان است و ملت ایران پیر. ملت پیر به منزله درخت کهنه است که دارای روح نشو نما نبوده باشد و برای تجدید زندگانی نباتی چنین درخت، راه شخص به خود این است که شاخه های خشک نشده اگر داشته باشد بریده در زمین قابلی غرس نمایند تا تجدید حیات نماید، و یا آن شاخه ها را به درخت جوانی پیوند زده به این وسیله قابل نشو نما گردد. ملت ما که مانند کنده درخت سال خورده پر از حیوانات موذی و مملو از کثافت و رذالت است، جز به دست انقلاب شدید ریشه کن شدن و زمین آن را تا آنجا که احتمال داده شود
ریشه از درخت کهن در زوایای آن دوانیده شده باشد زیر و رو نمودن و شاخه های تازه روییده‌اش را در زمین علم و تربیت نیکو پرورش دادن بی آنکه اندک تماس با قسمت های فاسد شده حاصل نماید چاره ندارد. کسانی که تصور می کنند این ملت با سیر تکاملی می تواند تجدید حیات نماید، به عقیده نگارنده راه خطا می روند. از اوضاع اجتماعی بی خبرند و یا آنکه ملت خود را درست نمی شناسند. انقلابات سیاسی اخیر ما سرمشق بزرگی به ما داد و فهمانید که میان این ملت و سرمنزل سعادتش فاصله بسیار است. زیرا دیدیم در این تغییر اساس با فدا شدن جمعی از حساس ترین افراد ملت یک قدم هم به جانب ترقی حقیقی بر نداشتیم. یک ریشه از ریشه های استبداد کنده نشد، بلکه زقوم استبداد که از یکی دو سرچشمه سیاه تاریک جریان داشت در آنجا فرو رفت و از هزار سرچشمه با فشار سختی به نام قانون سر درآورد. دیدیم ریشه کهنی را کندیم و به جای آن از طبقات پایین ملت شاخه گرفته به جای آن غرس کردیم، همان خار و خس‌ها را بار آورد که از آن ریشه های کهن بار آمده بود. دیدیم نورسان بی آلایش را در مدرسه های خود نه تنها بلکه در مدرسه های خارج تربیت کردیم و به شغل و کار رساندیم. سیاه کاری ها از آنها سرزد که هزار یکش از پیران سال خورده بی سواد سر نمی زد. پس باید اعتراف کرد که روح راستی و درستی از پیکر کهنسال این زال سیاه روزگار مفارقت نموده و برای اصلاح این جامعه که به مرض شقاق لوس مبتلا شده چاره جز قطع نیست. افسوس که سیاست این مملکت به واسطه یسوع سیاست داخلی در قرن اخیر و بی لیاقتی زمامداران امورش آمیخته شده است با سیاست‌های پیچ در پیچ خارجی که هر دست خیانتکاری را بخواهی قطع نمایی زیر آن دست یک یا چند دست قوی بیگانه دیده می شود که نه ملت مرعوب را جرأت قطع نمودن آنهاست و نه وسایل قطع آنها به واسطه ی فقدان زر و زور مهیاست و همه بر می گردد به نبودن مرد، یک مرد دانای توانا که قد علم نموده پیش از هر کار قوای صالح فکری را در وجود علاقمندان به اصلاحات اساسی هر قدر هم ضعیف باشد تمرکز داده، به تشکیل قوه نظامی مختصری طرق و شوارع را امن نموده راه بهانه‌جویی را به روی بیگانگان ببندد، در سیاست خارجی بی‌طرفی حقیقی اختیار کند و وسایل اصلاحات اساسی مملکت را به وجود چند صد نفر معلم کامل وطن دوست فراهم آورد، نه معلم طبابت بلکه معلم جراحی برای دریدن و دوختن و بیرون کردن خون فاسد از بدن این مریض محتضر. صفحه 252، فصل 28، عاقبت احوال در اروپا و مقدمه کنگره دوم نژادی. بعد از صدمات روحانی که به دست پاره‌ای از محصل نماهای ایرانی بر من وارد شد و با آگاهی بر فساد اخلاق آنان، هوایی که مرا در خدمت به معارف از این راه در آن شهر بر سر بود از سر به در رفته، به خیال میافتم اقامتگاه خود را تغییر داده خود را از تیررس اغراض بیخردان دور بگیرم. برای انجام این مقصد در ماه جماد الثانی 1332 هجری مسافرتی به انگلستان کرده با دوستان لندن تجدید عهد ملاقات نموده بعضی محافل مخفی و آشکارا را میبینم، از جمله محفل زنان حقوق طلب بود. سوفراژت. حوزه زنان حقوق طلب سالهاست در انگلستان تأسیس شده. زنان با مردان تساوی حقوق می‌خواهند. حق انتخاب وکیل پارلمان می‌طلبند. هوای رسیدن به مشاغل عالی را در سر دارند. با حرارتی فوق‌العاده، با عزم و استقامتی که مخصوص انگلیسیان است، از هیچ گونه فداکاری دریغ نمی‌دارند. سایر زنان دنیا را به همدردی با خود خوانده و هنوز ناله آنها در دل دیگران اثری که باید بکند نکرده است. فقط از آمریکا بیشتر و از فرانسه کمتر جواب مساعدی دریافتند. رئیس آنها پانک هورس زنیست که به حقیقت استحقاق ریاست این حوزه را دارد و مکرر به حبس رفته و ایام طولانی در حبس مانده
و بالاخره به واسطه امساک در خوراک در شرف مرگ رفته و به این واسطه نجات یافته است. بسیاری از این زنان زمانهای طولانی در حبس مانده اند و اکنون هم حکومت انگلستان در مواقعی که از آنها حمله های سخت به حکومت می شود از اقدامات مسلح بر ضد اجتماعات آنها و دستگیریشان دریغ نمی دارد. نه این است که این جمع از رجال بزرگ انگلستان حمایت کننده نداشته باشند، ولیکن قوت آنان که بر ضد ایشانند افزون است و به این سبب اکثریت رجال آن مملکت حکومت را بر ضدیت با افکار ایشان ترغیب می نماید. با این همه تا کنون بعضی از حقوق را که نداشتند دارا شده اند و البته به تدریج به مقاصد خود خواهند رسید، خصوصا که شاید علم و تربیت هم در قرن بیستم هم صدا برای آنها از ملل دیگر زیاد کند و البته خواهد کرد. در این اواخر مشهور شد زنان حقوق طلب برای مجبور کردن حکومت به قبول مطالب ایشان اقدامات مضر بلکه جنایتکارانه می نمایند. از آسیب رسانیدن به امارتهای بزرگانی که بر ضد آنها هستند به واسطه دینامیت و ارتکاب قتل و غیره. ولیکن تصور می نمایم این سخنان یا به کلی بی اساس است و یا آمیخته است به اغراق‌گویی و مقصد نشر دهندگان بدنام کردن آنهاست. چه اعضای این حوزه از قراری که دیدم و شنیدم حق مشروع خود را به وسایل نامشروع نمی طلبند. خلاصه ترقی زنان در انگلستان از احساسات سوفراژت ها هویدا می گردد. در ضمن مذاکرات طولانی که با کارکنان مرکزی آنها نمودم گفتم شما به آرزوی خود می رسید، اما به مرور زمان. یکی از آنها به پاسخ گفت ما برای رسیدن به مقصود خود صبر و شکیب نداریم. سخن از قوت و ضعف مردان و زنان به میان آمد. یکی از ایشان گفت بعضی تصور می نمایند کارگری و قوت مردان از زنان افزون است، در صورتی که می بینیم در پاره ای از مملکت‌ها چنان که در سوئیس دیده اید زنان اگر از مردان بیشتر کارگر نباشند کمتر نیستند. و بالاخره استشهاد کرد بر بلندی همت زنان به اینکه مردان چون گرو می نمایند دست از کسب و کار کشیده استراحت می کنند، در صورتی که زنان حقوق طلب وقتی گرو می کنند نمی خورند و نمی آشامند تا خود را تسلیم مرگ نمایند. خلاصه آگاهی بر احوال زنان حقوق طلب انگلستان بر امیدواری من به ترقی و تعالی عالم نسوان در همه جا افزود. گرچه شعاع این نور به زنان مملکت ما به سبب دور بودن آنها از این قافله دیر برسد، ولی باز جای این انتظار هست که دیر یا زود برسد و آنها هم به مقصد و مقصودی که طبیعت به امر خالق در خلقت آنها داشته است برسند. بعد از توقف چند روز در لندن و تجدید ملاقات با دوستان انگلیسی، مخصوصاً معلم مستشرق ایران دوست ادوارد براون و معلمی شرق دوست میس فرای و به دست آوردن وجهی از راه استقراض از بانک ایران و انگلیس و گرو گذاردن مختصر علاقه ملکی خود به توسط سفارت ایران در بانک مزبور به سوئیس بازگشت نموده، قصد دارم در یکی از شهرهای سوئیس غیر از لوزان که مرکز جوانان است اقامت نمایم و یا در یکی دیگر از ممالک اروپا. در این حال تاجگذاری سلطان احمدشاه در ایران نزدیک می شود و دوستان من در تهران ناصرالملک نایب السلطنه را وامی دارند. شرحی به من نوشته مرا به عنوان شرکت در جشن تاجگذاری احمدشاه به ایران دعوت نماید. اگرچه ناصرالملک به دو ملاحظه، یکی آن که اگر کار من در مراجعت به ایران صورتی نگرفت که بتوانم بمانم زبان اعتراض به او نداشته باشم که چرا مرا دعوت کردید، و دیگر به ملاحظه بدخواهان من که دوری مرا از وطن میپسندیدند و ممکن بود زبان اعتراض در این دعوت به او بگشایند،
دعوتنامه را به صورتی می نویسد که معلوم باشد این اقدام بر حسب خواهش دیگران است. در این صورت من نمی باید فریب این دعوتنامه را خورده، مختصر زندگانی اروپایی خود را که به زحمت مرتب نموده ام برهم زده به ایران برگردم. ولی به چند ملاحظه این دعوتنامه را بهانه قرار داده خود را برای مراجعت به ایران حاضر می سازم. اول بی انتظامی امر معاش و کافی نبودن عایدات مختصر خود برای زندگانی یک خانواده در اروپا. دوم کسالت مزاج عیالم که آثار سل در او هویدا گشته و طبیبان مراجعت به ایران را پیش از آنکه مرض شدت بیابد لازم می شمارند. سیوم دلسردی که از اخلاق جوانان در سوئیس حاصل نموده و مرا به تبدیل اقامتگاه ناچار می سازد. چهارم نگرانی که از عاقبت مأموریت خود در کنگره نژادی دارم و بیش از یک سال به کنگره دوم باقی نمانده است و در ایران یک قدم در راه اجرای مقاصد کنگره برداشته نشده است و اگر به همین وضع بگذرد و در کنگره دوم بنا باشد من حاضر گردم، جز سرافکندگی چیزی نخواهم داشت. پس بهتر این است بروم به ایران، ترتیبی برای آن کار داده، ضمناً معاش خود را هم تأمین کرده، بعد از چند ماه مراجعت نمایم. به این ملاحظات دعوت دولت را قبول کرده مصمم مراجعت به ایران می شوم و عازم می گردم. فرزند خود مجدالدین را در یکی از مدارس شبانه روزی سوئیس سپرده، موقتاً با عیال و دو دختر کوچک خود به ایران برگشته آنها را در وطن بگذارم و مقاصد دیگر را انجام داده مراجعت نمایم. تهیه و تدارک خود را دیده، خانه و زندگانی را برهم زده، می‌خواهم بعد از یک هفته روانه شوم که دعوتنامه از پاریس می‌رسد. دعوتنامه از طرف انجمن تشکیل دومین کنگره نژادی است که از حالا شروع به کار کرده. مقدمات تشکیل مزبور را برای سال آینده صورت می‌دهند که در پاریس منعقد گردد و مرا هم به عضویت آن انجمن خوانده‌اند و هم انجمن مزبور به افتخار رئیس کل معارف نیویورک که به پاریس آمده مهمانی می‌دهد. نگارنده را نیز به مهمانی و شرکت در مهمانداری دعوت می‌نمایند. در صورتی که من با زحمت وسایل مسافرت خود را به ایران فراهم کرده در شرف حرکت هستم، ناچار از سفارت ایران در لندن تکلیف می‌خواهم و از آنجا تأکید می‌شود که این دعوت را اجابت کرده پایه عضویت در کنگره دوم را برای ایران مستحکم نموده بعد مسافرت نمایم. این است که در وقت تنگ و با پریشانی حواس به پاریس رفته به مهمانی مزبور حاضر می شوم. در این مجلس که مرکب از 70 و چند نفر اشخاص دانشمند فرانسوی و غیره است و در تحت ریاست موسیو لوبه رئیس جمهور سابق فرانسه منعقد می شود، دوستان و آشنایان تازه یافته اطلاعات جدیدی تحصیل می شود و ضمناً معلوم می گردد که فرانسویان بی نهایت خود را از هر جهت محتاج مساعدت آمریکاییان می دانند و در تحصیل رضایشان دقیقه فروگذار نمی کنند. چنان که در این مجلس از طرف رئیس و از جانب بعضی از وزرای فرانسه، مخصوصاً وزیر علوم و از طرف علما و خطبای بزرگ آنها به اندازه مزاجگویی و خصوصیت نسبت به مهمان تازه وارد خود رئیس معارف شهر نیویورک به ظهور رسید که او صد یک آن را هم انتظار نداشت و بالاخره مقام نایب رئیس از انجمن مقدماتی کنگره نژادی را به او دادند. و روز بعد از این مجلس انجمن مزبور در تحت ریاست یکی از بزرگان فرانسه و نایب رئیسی رئیس معارف مزبور موسیو نیکلاو پرنس بوناپارت تشکیل شد. در این مجلس جمعی از فرانسویان که بعد از این عضو کنگره دوم خواهند بود حضور داشتند و نمایندگان بعضی از ملل در کنگره اول که اکنون در اروپا هستند. مذاکرات این مجلس بر روی دستور کنگره دوم است که عیناً نگاشته می شود. پروگرام دومین کنگره نژادی در پاریس در 1915 میلادی مصوبه 8 ماه مه 1914 کمیسیون تشکیلات دومین کنگره نژادی. 1. مقدمات افتتاح و جشن افتتاحیه. بیان مساعی مبذوله کنگره های نژادی در آتیه و نتایج کنگره اول که در سال 1911 میلادی در لندن تشکیل گردید.
بیان خصایص و طرز کار کردن دومین کنده. 2. طرح‌های علمی. الف، قسمت علم حیات شناسی. 1. تاریخ طبیعی انسان، معنای علمی لفظ نژاد و طرز تعبیر و تحویل آن و مورد استعمال آن در عملیات آتیه کنده. مسائل اختلاف دو نژاد و دو خون مختلف از نظر علم حیات شناسی. استعداد نژادی و قابلیت عملی نژادها. 2. علم وظایف الاعضا، خون نژادها، عکس العمل گلوبول‌ها و سرم‌های خون در نژادهای مختلف. 3. علم امراض، قوه مقاومت نژادها در مقابل امراض در مسکن اصلی خود و حالت آنها در سایر مناطق، علل تغییر و تنزل نژادها. ب. قسمت معرفت النفس، تشخیص دادن وجوه مشابهت و نیز اختلافات که در میان دستجات مختلفی انسانی در حالت فعالیت و شناسایی آنها کاملا مشهود و نمایان است و بیان نتایجی که در شناسایی اقوام مختلفه از نظر مسائل ذیل به دست می آید. 1. قابلیت و استعداد فطری، طرز تربیت، مؤسسات اجتماعی، میل و رغبت به معارف و استعداد اعمال حیاتی اقوام مختلفه، استعداد و هوش و فهم به میزان قدرت تجربه و تصمیم و طریقه استدلال و قدرت منطقی اقوام. 3. سلیقه ها، تناسب اشکال و رنگ ها و طعم ها و اصوات و اوزان موسیقی در نزد اقوام، طرز و اصول و شرایط زندگی مانند طرز غذا و مسکن و تزئینات و صنایع و مشاغل آنها. 3. خصایص و سجایا، خصایص ارثی، عواطف و احساسات، عشق و محبت، قدرت آزادی، با قوه تحمل در مقابل درد و سختی، قابلیت اغوا و وسوسه، قوه تسلط و استیلا بر کارها. 4. تحقیق در معرفت نفس و معرفت روح کلیه اقوام و نژادهای مختلفه دنیا. جیم، علم اجتماع، بیان و شرح حرام و حلال در نزد اقوام مختلفه، نفوذ آداب و مقررات تمدن مشرق زمین در اقوام مغرب و تشریح تأثیرات افکار و عملیات مشرق و شرق اقصا در جوامع اروپایی، اثر استکاک تمدن دول مستعمراتی و عکس العمل آنها در یکدیگر، تحقیق کامل در نظامات مدنی و اجتماعی و سیاسی ملل تابعه، طرح و ایجاد یک مجمع بین المللی نژادشناسی که اصول و قوانین موضوع را تمرکز دهند. طرح‌های اخلاقی و قضایی. الف، تجربه و امتحان طرق گوناگون برای نژادهای مختلف. 1. طرز اداره و رفتار دهقانان یک مملکت و مردمان آزاد و مستقل آن مملکت. 2. درک علل عمومی خصومت و تصادم ملل و نژادها و تحقیق موانع اصلی اتحاد ملل، وجود نفرت طبیعی در میان اقوام به واسطه اختلاف در اصل و منشأ و مذهب و تاریخ و غیره، رقابت اقتصادی، نتیجه مهاجرت هاست که مشاهده می شود، انحطاط اخلاقی و رجعت به عادات و اخلاق وحشیانه در مواقع جنگ. به جستجو و تحقیق وسایل تسکین خصومت اقوام و مرتفع ساختن موانع زید، اقدام مجدانه بر ضد اختلافات نژادی از حیث رنگ و غیره، جدیت برای تعلیم و تعلم اقوام و ایجاد فکر اغماز و شکیبایی در دماغ آنها، توسعه و عمومیت دادن محبت و عشق در دنیا، شناختن مراتب نژادها، بسط دادن اصول صلح و آشتی با در نظر گرفتن شرایطی که ملل غیر محارب می توانند به ملل محارب تحمیل نمایند. جیم،
برانگیختن اقوام متمدن برای دفاع و جلوگیری از علل مخرب زندگانی مانند استعمال الکل و مواد مخدره و افیون و تریاک، اقدام بر علیه مسئله بردگی و بالاخره تحقیق در علل مخصوصه تنزل و انحطاط اخلاقی نژادها. دال، طرز اداره و رفتار نسبت به ملل تابعه و نسبت به مردمان بومی، تحقیق وسایل و طرز عملیات مختلفه که در تسخیر بلاد و طرز حکومت و اداره مملکت و استعمار دول نابغه به کار برده شده است. انتشار اداره اخلاقی و اعزام میسیون‌ها برای اینکه به ملل مترقی کمک نموده و با مساعدت مادی و معنوی و راهنمایی‌های اخلاقی نژادهای پست و غیر متمدن را نیز به شاهراه ترقی وارد کنند. انتشار تعلیم و تعلم در میان بومیان، اقدام و تجلیل به آداب و عادات ملل تابعه با دوری کردن از هر گونه تشبثات و دخالت‌های فریبنده در قوانین زندگانی بومی، احترام به اشخاص و دارایی آنها. حتی الامکان سعی کردن در تشکیل مجامعی از بومیان برای مشورت در مسائل و طرح‌های بومی و طرز اجرای آنها، تأسیس مدارس و تشکیلات مؤسسات ملی مانند اتاق تجارت و جوامع فلاحتی و غیره، تشویق کردن بومیان به شرکت و معاضدت با میسیون‌ها و اشخاصی که از خارج به مملکت آنها داخل می‌شوند، تهیه مقررات و نظاماتی که بتواند منافع بومیان را حفظ نماید، شناساندن بومیان به مخاطرات و بدبختی‌هایی که از داد و ستد و معامله مواد الکل و افیون ممکن است برای آنها روی دهد و بازداشتن آنان از این گونه معاملات هر قدر هم که سود و منفعت داشته باشد، دقت و تفکر در یافتن تدابیر لازمه برای جلوگیری از این مخاطرات. وسایل ایجاد اتحاد: 1. پروگرام تعلیمی، تبلیغ کردن به وسیله تعلیم و به هر نحو دیگر که ممکن باشد. برای مثال، مشروعی هیئت مرکزی اولین کنگره لندن که به وزرای معارف ممالک مختلف نوشته شده است کافی است. تربیت و تعلیم اشخاصی که به عناوین مختلف به ممالک تابعه رفته مشغول تبلیغ شوند و تهیه لوازم و احتیاجات آنها. بست و توسعه تحقیقات دستجات نژادشناسی و تهیه میسیون‌ها و مهمات مسافرت، تألیف و اشاعه رساله‌ای که فقط در موضوع نژادها بحث نماید. 2. رعایت منافع عمومی و عمومیت دادن تمدن عالی در دنیا. 3. شرکت کردن در تشکیلاتی که بتواند رشته محبت و دوستی را در میان نژادها تحکیم نماید. دعوت کردن از جامعه های مختلف و کمیته ها برای توسعه رشته موافقت و صلح و اتحاد. دعوت کردن از ملل برای تشکیل یک مجمع علمی بین المللی که وسایل تشدید مبانی اتحاد را پیدا کرده و عملیات خود را با مقررات کنگره لندن تطبیق نمایند. اجرای اتحاد پارلمانی و تشکیل یک مجمع قانونی رسمی بین المللی. جیم: کنگره نژادی همانطور که در ممالک مختلف حقوق بشری را مورد بحث و تحقیق قرار می‌دهد، می‌تواند نکات مهم تکالیف بشری را نیز گوشزده عموم نماید. بعد از ختم این مجلس، نظر به عضویت من در کمیته مرکزی نژادی تقاضای مرخصی 8 ماهه می‌کنم که به ایران رفته کارهای شخصی خود را انجام داده برای کنگره دوم حاضر شوم. این تقاضا پذیرفته می‌شود و به سوئیس مراجعه نموده بی‌فاصله با خانواده خیش به غیر از پسرم که در سوئیس می‌ماند از راه برلن حرکت کرده چند روز در برلن مانده دوستان ایرانی و آلمانی را تجدید ملاقات نموده به طرف ایران رهسپار می‌گردم. صفحه 260، فصل 29، احساسات من در مراجعت به ایران. بعد از 3 سال و کسری اقامت اروپا به وطن بازگشت نموده در تاریخ 7 شعبان 1332 به تهران می رسم. احساسات من در دیدار وطن فوق‌العاده ملال‌انگیز است. این ملالت بی اندازه آیا تنها به واسطه محرومی از آزادی اروپا
و مفارقت دوستان مهربان آن سامان است یا به سبب اون سیست که در مدت طولانی به اقامت در شهرهای آباد داشتم و اکنون جز خرابه چیزی نمی بینم. البته همه مدخلیت دارد، ولی بیشتر به واسطه دیدن اوضاع ناگوار وطن است که خرابی سوری و معنویش به مراتب بیشتر از پیش شده. غبار غربت و بی‌کسی بر در و دیوارش نشسته است. از رسیدن به انزلی تا ورود به تهران هرچه می‌بینم نامطبوع، هرچه می‌شنوم ناملایم، هرچه احساس می‌کنم غم‌افزاست. علل خصوص که دختر 3 ساله‌ای دارم، حساس و شیرین زبان، نامش فخرالزمان. این طفل در مدت 1 سال اقامت سوئیس زبان فرانسه حرف می‌زند و فارسی را فراموش نموده و از اوضاع وطن چیزی در خاطرش نمانده. بدان می‌ماند که تازه در این عالم قدم می‌گذارد. هرچه مشاهده می‌کند همه مخالف است با آنچه با آنها انس داشته. اظهار وحشت می‌کند و از روی حیرت به زبانی که دارد پی در پی می‌پرسد اینجا کجاست؟ اینجا چرا اینطور است؟ برویم خانه خودمان. دیگر نمی‌داند اینجا خانه خودمان است. این ویرانه وطن عزیز ماست که بی صاحبی آن را به این صورت و به این روز سیاه افکنده. می پرسد دیوارها چرا خراب است؟ زمینها چرا پر از خاک و کثافت است؟ مردم برای چه پا برهنند؟ مراد مردم گیلانند. پرسش های حیرت آمیز این طفل تازه زبان گشوده بیشتر خاطر مرا مشوش می دارد. علل خصوص که احوال پریشان فقرا و عجزه بیچاره را که در هر گذرگاه بر مسافرین هجوم آورده در کمال سماجت تکدی می نمایند، مشاهده می نمایم که به مراتب از پیش افزون شده بر پریشانی خاطرم افزوده می گردد. گاهی تصور می کنم چگونه می شود این ملت روی سعادت ببیند و از این بدبختی که دارد نجات یابد. کی می شود امور ملک و ملت ما رو به اصلاح بگذارد و آثار آن در ناسی بیچارگان هویدا گردد. از یک طرف پس از چند سال در راه‌های اروپا به آسانی و استراحت سفر کرده، اکنون تعیین نمودن راه انزلی تا تهران در صورتی که از بهترین راه‌های مملکت ماست، با زحمت زیاد که دارد بر من ناگوار است. چیزی که در این وقت و در این راه جالب نظر من گشته و مزیتی است که در این سفر تصور می‌کنم حاصل شده است، سکوت و آرامی است که در همه جا دیده می شود. نمی دانم این سکوت، این آرامی به واسطه انتظام امور دولت و حسن جریان اداره حکومت است یا به واسطه رعبی است که از قوه اجنبی در دلها جای گرفته یا اینکه مملکت به صورت قبرستانی در آمده و از مردگان آوازی شنیده نمی شود. در اثنای راه چون از منجیل می گذرم موازی قهوه خانه اتراق مختصری می شود. اداره کوچکی به نظر می آید که بیرق شیر و خورشید بر آن نصب است. به حیرت بر آن اداره نظر می کنم که اینجا کجاست. در این حال 2 تن از جوانان در لباس ژاندارمری به فرم تازه که ندیده بودم مرا استقبال کرده با خوشرویی و ادب به حجره خیش خواندند و تشریفاتی به جا آوردند. از حال و کار آنها پرسش می کنم. معلوم می شود اداره ژاندارمری است که در تحت ریاست صاحب منصبان سوئدی مرتب گشته و تنها قوه است که در ازای تمام قوای محو شده دولت ایجاد شده و هنوز در تمام مملکت مخصوصا در نقاط شمالی به واسطه ی ضدیت مأمورین روس نفوذ نیافته و این آخر نقطه است که از این طرف پیش آمده اند تا کی بتوانند خود را به سرحدات شمالی برسانند. از دیدن این مرکز کوچک که به نام قوه ایرانی است مشعوف می‌گردم، خصوصا که معلوم می‌شود اظهار خصوصیت جوانان به واسطه سابقه شناسایی است که نسبت به من دارند، چه آنها از تربیت یافتگان مدرسه ادب تهران بودند و حق تعلیم مرا درباره خود فراموش نکردند.
دیگر از آنچه می‌بینم و مسرت می‌افزاید خالی بودن جای اساطیر روس است در گیلان و قزوین که زمان کمی پیش از این به روسیه بازگشت نمودند و غیر از معدودی به نام حراست قنسولخانه ها باقی نمانده است. بالجمله به تهران میرسم، گرچه بایستی پس از عهد بعید دوری از وطن به دیدار دوستان و عزیزان دلشاد گردم، ولی هر وقت میخواهم احساس این خوشبختی را بنمایم، پریشانی حواس از بابت اختلال امور شخصی از یک طرف و پی بردن بر احوال پریشان وطن و هموطنان از طرف دیگر شهد آن را به کامم تلخ می نماید. صفحه 262. خصوصا که هرچه بیشتر مردم را دیده سخنان ایشان را می شنوم، بیشتر حس می کنم که روح حیات از پیکر این قوم بیرون رفته، احساسات ملی بالمره محو و نابود شده، گویا مرغ مرگ بر سر همگی نشسته، یأس و ناامیدی سر تا سر مملکت را فرا گرفته است. جمعی از ستمکاران سران و سروران قوم شده به یغماگری پرداختند. دو قوه فاسد که قرنها بزرگتر بدبختی ایران را تشکیل می داده، یعنی قوه دولتیان ستمگر و روحانی نمایان طمعکار، بعد از آن همه انقلاب، بعد از آن همه فداکاری، بعد از آن همه قتل نفوس و حتی اعراض و نهب اموال که در راه آزادی ملت واقع شده، بعد از آن همه سعی جمیل که در راه کوتاه کردن دست این دو قوه فاسد به کار رفته، به صورتی قبیح تر از تمام صورتهای گذشته حکم روایی می نماید. گفتن به صورتی قبیح تر، بلی، چه پیش از این تسلط بر زیر دستان از طرف دولتیان بود و گاهی از طرف روحانی نمایان، و اکنون قوه اجنبی اسباب دست ستمگران شده، هر کجا درمانده شوند، هر کجا رسیدن به آرزوهای خود را مشکل تصور نمایند، به زبان مأمورین اجنبی مقاصد نامشروع خود را بر دوش ملت بار می نمایند. ملت بیخبر، ملت بیچاره هم چاه را از راه نشناخته، متنفذین در وجود خود را که همه گرگان در لباس می شن تقویت نموده، به دست خود اسباب بدبختی خود را فراهم می آورد. چون سخن از دو قوه فاسد به میان آمد، بهتر چنان می دانم این رشته را تعقیب نموده، حالت حالیه مملکت را از بابت این دو قوه با پیش از انقلاب ایران مقایسه نمایم تا بر خوانندگان معیار ترقی و تنزل مملکت آشکار گردد. در ازمنی سابق، چنان که در مجلدات دیگر این کتاب نوشتم، مخصوصا در اوایل جلد اول، این دو قوه ناشی می شد از یک سلطنت مقتدر که پادشاهش مالک الرقاب گفته می شد. وزرا و عمرایش مردم سالخورده دنیا دیده تجربه آموخته و اغلب گرچه به ظاهر بود دیانت شعار بودند. قوای دولت برای ابهت سلطنت و انتظامات داخلی کافی بود. حکامش از مرکز کمال ملاحظه را داشتند. درباریانش اغلب دو دسته بودند بر ضد یکدیگر که اگر از طرف یک دسته به کسی ستم می شد، ستم کشیده به دسته دیگر متوسل گشته او را حمایت می کردند. قوه دیگر ناشی بود از روحانیان خداپرست که در هر شهر و دیار ایران و عراق عرب متعدد موجود بودند و از جمعی روحانی نمایان شرکا ستمکاران، خداپرستان آنها وجودشان برکت بود و موجودیتشان گرچه در گوشه های انزوا بود، موجب هزار گونه ملاحظه و در واقع پشت و پناه حقیقی ملت و دولت بودند. روحانی نمایان آن عهد و زمان نیز اغلب مردم آبرومند و دارای حیثیت شخصی بودند که حیثیت مزبور می توانست از بسیاری از تجاوزات آنها جلوگیری نماید و سدی در برابر هوسناکی های ایشان بوده باشد. به علاوه از روحانیان حقیقی اندیشه داشتند. این بود که راه چاره برای ستم دیدگان از طرف آنها هم بسته نبود و مذرت وجودشان اغلب چاره پذیر بود. اما در این عهد و مخصوصا در سنوات اخیر در مبادی این دو قوه، عکس تمام آنچه در ازمنی سابق بود دیده می شود و هیچ یک به صورت و معنایی که از پیش بوده باقی نمانده است. و اما قوه دولت،
بعد از خلع محمد علی شاه، این قوه از سلطان احمد شاه نابالغ ناشی بود که مدت 4 سال در انتظار تاجگذاری می گذرانید و اکنون دارد به آرزوی خود می رسد، بیان که بداند سلطنت چیست و مملکت کدام است. و از نیابت سلطنت کسانی که به دست صاحبان هوا و هوس‌های گوناگون اسیر بوده، مانند عضدالملک، شخص معقول مؤدب مذهبی سیاست ناشناس، و یا مانند ناصرالملک، عالم سیاست شناسی که نمی‌توانسته است صلاح ملک و ملت را بر ملاحظه حیثیت و دارایی خود مقدم بدارد، و از وزرایی که اغلب با یکدیگر ضد و ناسازگار بودند، با وجود اینکه اهلیت داشتن بسیاری از آنها هم برای آن مقام محرز نبوده است، بلکه مکرر اشخاص نااهل به شغل وزارت می رسیدند. به علاوه معارضین تخت و تاج، چه از خانواده سلطنت و چه از چپاولگران داخلی، در نقاط مختلف مکرر حمله کرده، قوه مستقیمی برای دولت در دفع آنها موجود نبوده است و مجبور بوده اند زمام امور را به دست رؤسای بختیاری بدهند که قوه شخصی آنها قائم مقام قوه دولت بوده باشد. و بدیهی است حکومت ایلاتی در مملکتی مانند ایران با اوضاع ایلات دیگر و رقابتی که در آنها هست چه اثر می کند، و هم در حکومتی که قوه ایلاتی او محتاج الیه دولت باشد، چه در مرکز و چه در ولایات، و آن قوه جلب نفع را یگان مقصد خیش به شمارد، حال زیر دستان او پیداست به کجا می کشد. این بود که کار ستمکاری در تمام مملکت، مخصوصا در نقاطی که حکومت ایلاتی بود، شدیدتر از دوره های استبدادی شد و مردم ناچار می شدند به قوای اجنبی متوسل گردند. سیاست اجنبی هم همین آرزو را داشت و حسن استقبال می کرد، بلکه خود وسایل آن را نیز فراهم می آورد. علل خصوص که به واسطه پذیرفته شدن التیماتوم روس و انگلیس و قبولانیدن مواد عهدنامه 1907 که ما بین آن دو دولت راجع به آسیای وسطا بسته شده، به دولت وقت قنصلهای دو دولت در جنوب و شمال رشته امور سیاست داخلی و خارجی را از دست حکومت ایرانی گرفته، کار به جایی رسیده است که از بدخواهان و خیانتکاران گرفته تا سران و سروران قوم، همه دیده باطن و ظاهر را به جانب دربار پترزبورگ و لندن افکنده، منتظرن مقدرات آنها از آن دو ناحیه بروز کرده در داخل مجرا گردد. قوه نظامی دولت هم صفر شده. دو قوه قزاق و ژاندارمری هم در واقع مستند است به روس و انگلیس و قوه اجنبی شمرده می شود، گرچه ژاندارمری به ایرانی بودن نزدیکتر است تا قزاق. و اما قوه روحانی، رؤسای بزرگ مذهب و مجتهدین محترم از میان رفتند. باقی ماندگان ایشان در عراق عرب و ایران از کمیابی در حکم معدومند و جمعی از روحانی نمایان که به وراثت در این کسوت باقی مانده اند، در انقلابات اخیر و خلط و مزج دولت و ملت شریک المصلحه دولتیان شده اند و جمعی از آنها اسباب دست خیانتکاران گشته. به عبارت دیگر، حجت الاسلام های بی سواد طماع خود را به میدان انداخته، به دستیاری مردم طماع بیکار اشخاصی را به وزارت و حکومت و وکالت و غیره می رسانند و در امور دولت و ملت دخالت نموده استفاده می کنند. ناامیدی سرتاسر مملکت را فرو گرفته. با هر کس سخنی از اصلاحات ملکی گفته شود، به غیر از نمی شود و کار گذشته، یعنی تقدیر امور از دست داخل خارج است، جوابی شنیده نمی شود. چیزی که در این وقت نوید دهنده و موجب سرگرمی مردم شده، حکایت تاجگذاری سلطان احمدشاه است که در 27 شعبان 1332 مقرر گشته است انجام یابد. مردم بیخبر تصور می‌کنند به تاجگذاری احمدشاه اوضاع احوال رو به بهبود می‌گذارد، در صورتی که شاید از این که هست بدتر شود.
گرچه تعجیل نایب السلطنه در انجام این کار تنها به رعایت صلاح مملکت نیست، بلکه برای خلاص نمودن جان خیش و رفتن به اروپا و آسایش خیال است و به هر حال مردم بیخبر از این پیش آمد خوشحالند و خوشحالان را مقصدهای مختلف است. یک طایفه منافع خود را در این می دانند که سلطان احمد شاه خود متصدی امر سلطنت باشد. طایفه دیگر انقضای مدت نیابت سلطنت ناصرالملک را خواهانند، یا برای منافع خیش و یا از روی وطن خواهی، چه تصور می کنند سیاست ناصرالملک گرچه به صورت در حمایت حکومت ملی است در واقع سیاست محافظه کارانه است و می گویند ریاست ناصرالملک روح تجدد خواهی ملت را مانع نمو و هیجان است. به علاوه نفوذ اجانب در مدت ریاست او نیز زیاد گشته به واسطه جبنی که وی از آنها دارد و به واسطه همراهی که با مستخدمین اجنبی می نماید و شاهد می آورند اداره خزانه داری را که به یک اجنبی طماع سپرده شده و مبلغ هنگفت خرج او و اداره اوست. این شخص زمام امور مالیه مملکت را در دست گرفته، از هیچ گونه خیانت مادی و معنوی دریغ نمی دارد به اطمینان همراهی ناصرالملک. می گویند در ریاست ناصرالملک پای روحانی نمایان طماع بیش از پیش به دربار دولت بازگشته و دست آنها به دامان شرکت در کارهای دولتی افزونتر رسیده است و از این گونه تعرضات به نیابت سلطنت ناصرالملک بسیار دارند و اعتراض کنندگان بیشتر اشخاصی هستند که مسلک ناصرالملک کاملا بر ضد آنهاست و به همین ملاحظه حزبی به عنوان دموکرات اخیراً نفوذ یافته بود به تدبیرات عملی ناصرالملک از کار باز مانده در شرف انحلال است. در این صورت بدیهی است هواخواهان ناصرالملک معتدلی می شوند که خود را مشروط خواه معرفی می نمایند، در صورتی که در آنها اشخاصی هستند که از ترویج نمودن مرتجعین هم مضایقت ندارند. آب و هوای سیاسی مملکت هم با مزاج آنها مساعد است. سیاست اجنبی نیز از ایشان احترازی ندارد، بلکه در مواقعی شاید بتواند غیر مستقیم از آنها استفاده هم بنماید. پس تندروان از تجددخواهان و مستبدین عموماً دشمنان ناصرالملک هستند و متوسطین ما بین ساکت و مددا نسبت به او. اما در محاکمه تاریخی گرچه نیابت سلطنت ناصرالملک موکول به بقای مشروطیت بوده است و او بایستی ظاهراً آن را محافظت نماید، ولی همین که او با ضدیت مستبدین و تندروان در داخل و اختلاف نظرها در سیاست خارجی توانست مدت 4 سال را بگذراند و تاج سلطنت مشروطه را بر سر سلطان احمد شاه قاجار بگذارد قابل تمجید است. و اما آنچه اعتراض کنندگان به وی نسبت می دهند نمی توان همه را تصدیق کرد. تنها چیزی که می توان گفت این است که ناصرالملک هم مانند اغلب دانشمندان ایران طبیعت او بر دانشش غلبه دارد. به هر حال تشریفات تاجگذاری در سرتاسر مملکت فراهم آمد و در این حال که ملت به واسطه شدت تجاوزات مأمورین روس مخصوصا در نقاط شمالی در هیجان است، به مناسبت تاجگذاری دولتیان به خیال افتادند درخواستی از دربار روسیه بنمایند، بلکه برای تجاوزات مزبور حدی قرار داده شود. درخواست مزبور راجع بود به تغییر حکومت آذربایجان و خلع صمدخان مراغه که پس از حوادث محرم 1330 از طرف روسها حکومت یافته و هنوز به جای خود باقی است و از هر گونه ستمگری نسبت به مردم مخصوصاً کسانی که دم از مشروط خواهی می زده اند خودداری ندارد. و دیگر راجع به مهاجرین روس که در خاک ایران علاقه دار می شوند برخلاف عهدنامه ترکمانچای و هم راجع به مداخله قنصلات روس در مالیه املاک کسانی که در منطقه نفوذ آنها واقعند و به حمایت ایشان استظهار دارند. دولت روس به آن درخواست وقعی نگذارده، تنها در مسئله اول که اهمیتی نداشت روی مساعدت نموده باقی را رد کرد، ولی در چند روزه تاجگذاری مستور کرده پس از آن اشاعه داد.
رسیدن جواب نامساعد مزبور در این موقع در افکار عامه سوء اثر نموده، حسن خان وثوق‌الدوله را که متهم به رابطه خصوصی داشتن با سفارت روس است و اکنون وزیر خارجه می باشد مقصر می شمارند. بالجمله اگرچه در ظاهر به واسطه هیجان موقتی که در مردم برای تاجگذاری حاصل شده، در چشم کوته نظران سراب امیدی از دور به نظر می آید، ولی نباید شعر سعدی را فراموش کرد که گفت: خانه از پایبند ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. زمامداران امور همانها هستند که بودند، خالی بودن خزانه همان است که بود. نه دولت را قوتی است و نه ملت را اتفاق و همتی، و بالجمله نه زر داریم و نه زور، و در دست اجانب مقهور، مگر دستی از غیب برون آید و کاری بکند. صفحه 268، فصل 3، جنگ اروپا و تبدل احوال. چون تبدل احوال ایران را بخواهم بنویسم، ناچار باید علت آن را بیان نمایم. بعد از جنگ 1870 مسیحی، ما بین فرانسه و آلمان، جمهوری فرانسه دائما مترصد تلافی نمودن از حریف ستیزه خود بود و در فراهم آوردن اسباب از استحکامات نظامی و تهیه آلات جنگ بری و بحری و ترتیب روابط سیاسی با دول کوچک و بزرگ اروپا سعی می کرد و از جمله روابط خود را با روس زیاد کرده، از هر گونه مساعدت مادی و معنوی با آن دولت قوی جسته دریغ نمی داشت و کار به جایی رسید که روس برای ادای منافع قروض فرانسه متوسل می شد به قرض جدید از فرانسه. به عبارت دیگر، مملکت فرانسه بانک روس شمرده می شد و از این رو فرانسویان مجبور بودند رضای خاطر روس‌ها را در هر حال منظور دارند و از حقوق روس برای منافع خیش دفاع کنند و دل خود را خوش می کردند که اگر روزی بخواهند از آلمان تلافی نمایند، موافقت روس با آنها بزرگتر وسیله موفقیت ایشان خواهد بود. علل خصوص که با دولت کوچک بلژیک هم اتحاد کرده، او را در فاصله مابین خود و آلمان مختصر سدی تصور می نمودند و از طرفی با انگلیسیان ائتلاف کردند و در عالم رقابت انگلیس با آلمان این اتحاد برای فرانسه و انگلیس هر دو سودمند به نظر می آید. فرانسه در میان این ائتلاف مثلث حقوق و حدود خود را محفوظ، بلکه دست تطاول به تصرف الجزیره، تونس، مراکش و دیگر متصرفات تازه هم دراز کرد و با اطمینان و آسایش خاطر به عیش و نوش و تفننات زندگانی پرداخت و تصور می کرد شهر پیر پاریس می تواند همیشه عروس دنیا باشد و انسانیت ستایی و تمدن نمایی در میدان مبارزه کشور ستانی تا به مقاومت خواهد داشت. اما دولت آلمان یک دم غافل نگشته، همه وقت نقشه خیالات فرانسه و افکار عمیق انگلیس و آرزوهای دور و دراز روس را در برابر نظر اعتبار گذارده، در ترقی دادن قوای حربیه خود و ایجاد آلات و ادوات محیر العقول سرن و علنن دقیقه فروگذار نمی کرد و از طرفی با دو دولت اتریش و ایتالی عقد اتحاد بست و عثمانیان را بال و پر می داد و قشون ایشان را پرورش آلمانی می نمود و بالجمله روزگاری سیاست اروپا که کنهش رقابت انگلیس و آلمان بود، در دو کفه ترازوی این اتحاد و آن ائتلاف موازنه می شد و چربیدن یکی از این دو کفه بر دیگری در انظار اروپاییان برهم خوردن عالم تمدن و غیر ممکن الوقوع تصور می شد. علل خصوص که ائتلاف مثلث ناتوانی خود را در مقابل تهیه نظامی فوق‌العاده آلمان حس کرده، علاوه بر تهیه وسایل مدافعه به وسایل معنوی هم متوسل شده، صلح طلبی و ترک جنگ و ریختن آلات حرب را به وسیله مطبوعات و به واسطه کنگره ها و کنفرانس های صلح پرور ترویج می نمود و در سالهای آخرین این اقدامات برزیادت شده، چون می بینند ترقیات قشونی و تهیه های حربی آلمان روزافزون و موجب اضطراب خاطر حریفان گشته، به حدی که فرانسویان به خیال افتاده اند مدت مشق نظامی اجباری را که 2 سال بود 3 سال نمایند.
مدتی این مسئله مطرح مذاکرات پارلمانی فرانسه بود و موجب نارضایتی مردم، مخصوصاً سوسیالیست ها نمی‌خواستند زیر بار این صرف وقت و مال رفته باشند و بالاخره دولت روس فرانسویان را مجبور کرد مشق 3 ساله را بپذیرند، بلکه بر قوای مؤتلف افزوده گردد. این کار موجب هیجان شدید در افکار آلمانیان گشته، آنها را به خیال انداخت زودتر شروع به عملیات کرده از موفقیت حاصل نمودن دول مؤتلف در تزیید قوای خود جلوگیری نمایند. علل خصوص که روزها در سالهای آخرین نشو نمای زیاد می کردند. یعنی پس از شکست خوردن از ژاپن در سنه 1305 هجری و مأیوس شدن از شرق اقصا هم خود را مصروف پیشرفت در وسط آسیا کردند و بهترین شاهد این مطلب تجاوزات آنهاست به وطن عزیز ما. در این حال خطر روس به آلمان و اتریش و از آنها بیشتر به عثمانی روزمره نزدیک می شد، خصوصا بعد از مداخله های مسلح او در شمال ایران که تهدید فعلی به عثمانیان بود. این از یک طرف، و از طرفی تحریکاتی که او به دول کوچک بالکان بر ضد عثمانی می کرد و بالاخره منجر به جنگ 1913 مسیحی گردید و جنگ بالکان افکار دور را نزدیک و حوادث منتظر را قریب الوقوع ساخت. عثمانیان هم بعد از شکست خوردن دول متحد بالکان به خود آمدند و با جدیت فوق‌العاده روابط خیش را با آلمان محکم ساخته به جبران کردن خرابی‌های گذشته پرداختند. اسباب هم مساعد شد و رشته حکومت ترکی به دست جمعیت اتحاد و ترقی افتاد که دارای جوانان عالم عامل وطن پرست بودند و متحد با آلمان. به جمله آلمانی‌ها هم از روی هم ریختن اسلحه و تحت سلاح نگاه داشتن میلیون ها نفوس و خرج گزاف این کار به جان آمدند و سلاح خود را ندیدند بیش از این وقت و مرد و مال را معطل نگاه دارند و کار امروز را به فردا بیندازند. این بود که منتظر فرصت بودند تا دست قضا وسیله انفجار این ماده خونین آتشبار را فراهم آورده. در ماه رمضان 1332 هجری ولی عهد اتریش با زنش در وین کشته شدند و معلوم شد دست سربیان در این کار بودند. اتریش در صدد تلافی با سرب برآمد. روس به حمایت سرب قشون در سرحدات اتریش جمع کرد. آلمان به حمایت اتریش قدم به میدان نهاد. انگلیس و فرانسه به حمایت روس در آمدند. جنگ اتریش و سرب در گرفته داهیه عظیم اروپا از اینجا شروع شد. نهم رمضان 1332 هجری اتریش به سرب اعلان جنگ داد. 2 روز بعد آلمان به روس، 3 روز بعد آلمان به بلژیک، همان روز آلمان به فرانسه، همان روز انگلیس به آلمان، 3 روز بعد اتریش به روس، 1 روز بعد قرطاق به اتریش، 3 روز بعد فرانسه به اتریش، 2 روز بعد انگلیس به اتریش، 1 روز بعد قرطاق به آلمان، همان روز ژاپن به آلمان و چند روز بعد اتریش با ژاپن قطع مناسبات کرد. رشته انتظام محیر العقول اروپا یک مرتبه برهم خورده، روزگار آسایش و امنیت آبادترین قطعات کره زمین سپری گشته، از بر و بحر، زمین و آسمان آتش رویید و بارید. صحراهای پر از گل و لاله زیر جسد کشتگان مستور گشت. عمارت‌های بزرگ اروپا در شهرهای بزرگ و کوچک بیشتر خراب یا به صورت مریض‌خانه درآمد. بهترین جوانان و حساس‌ترین مردان اروپا در بر و بحر به خاک هلاکت افتادند یا خوراک جانوران دریا گشتند. و بالجمله بزرگتر، شدیدتر، هولناکتر بدبختی که برای نوع بشر تصور شود، چون بلای ناگهانی بر سر خوشبخت‌ترین خلق عالم باریدن گرفت. بهشت دنیا به صورت جهنم مهیبی نمودار گشت و تا این تاریخ که نیمه ذی‌القعده 1332 هجری است، آتش جنگ در نهایت شدت در اشتعال است. شهرهای قشنگ می‌سوزد، عمارت‌های عالی خراب می‌شود. بدنهای از برگ گل لطیف‌تر مجروح و ناتوان، شکسته و سوخته در دست جراحان گرفتار، فریاد سوگواری و دربدری و گرسنگی
از زمین اروپا به آسمان بلند است و تا کنون حسن اسلحه و رشادت ذاتی و جدیت آلمان ها و اتحاد تام ملت با دولت در تمام جنگ ها فتح را نصیب آلمان نموده است و خدا داند به کجا منجر و نقشه سیاست تازه دنیا بعد از این جنگ مهیب به چه صورت جلوه‌گر بگردد. اکنون به اوضاع درونی بنگریم و ببینیم اثرات این جنگ تا کنون در مملکت ما چه بوده است و تبدلی که احوال ما را حاصل گشته کدام است. پس از تاجگذاری سلطان احمدشاه، ناصرالملک نایب السلطنه به جانب اروپا روانه شد. پادشاه جوان ریاست وزرا را به میرزا حسن خان مستوفی الممالک واگذار کرد. مستوفی الممالک به واسطه یک کمتمعی و حسن سلوکی که دارد محبوبیتی در ملت حاصل نموده است. کابینه تازه تشکیل شد. کابینه قدیم که در آن اشخاصی طرفدار روس شناخته شده بودند برهم خورد. شروع به جنگ که شد، روس‌ها مجبور شدند قوای مادی و معنوی خود را متوجه اتریش و آلمان و اخیراً متوجه عثمانی نمایند که به زودی محتمل است اعلان جنگ او هم به روس داده شود. به این سبب افکار دولت و ملت از زیر فشار تحکمات روس اندکی بیرون آمد. انگلیسیان نیز به خود پرداخته سیاست آنها در ایران بلکه در همه جای آسیا ضعیف شد و هرچه بر ضعف دو قوه اجنبی افزوده شد پیش پای افکار ایرانیان بازتر گشت و از مرعوبیت در آمدند. فتوحات پی در پی آلمان و شکست دول مؤتلف ابهت سیاست جنوب و شمال را از دل ایرانیان برد. نفوس منجمد شده به جنبش آمدند. دولت تازه هم به ضروره تا چند صباح از تازگی خود استفاده خوشنامی کرد. خواسته که حکومت آذربایجان را که در تصرف صمدخان بود از او گرفتند و مرناد بلژیکی را از ریاست خزانه‌داری انداختند و این در موقعی بود که آلمان مملکت بلژیک را تصاحب کرد و قدرت بلژیکیان محو شد. از تغییر حکومت دست نشانده روس در آذربایجان آثار حیاتی از دولت ظاهر گشت و از تغییر خزانه‌داری راه مداخله برای دولت در مالیه خود بازگشت. اکنون موقع کار است که با فعالیت فوق‌العاده از اوضاع حاضر داخلی و انقلابات خارجی استفاده نموده، اگر برای پیدا کردن گمکرده‌های خود در سال‌های آخرین لیاقت نداریم، لااقل نگذاریم مملکت ما بیش از این در گرداب هلاکت فرو برود. ولی افسوس که این کار در عهده مردان کاراگاه وطن پرست فعال است که در مملکت ما نایابند و اگر بیش و کمی یافت شوند دست آنها به دامان امور دولت نمی رسد. در این صورت وقت عزیزی از دست دولت و ملت می رود و وقت از دست رفته هرگز به دست نمی آید. پس از بروز انقلابات خارجی و پیش آمد احوال داخلی با همه ناامیدی که مرا بود، با پریشانی احوال شخصی و مهیا نبودن وسایل آسایش خیال، باز به خاطر آوردم افکار کارکنان دولت را به هیجان بیاورم، بلکه روح حیاتی در کالبد آنان پدید آید و قدمی رو به اصلاحات بردارند. این بود که سرن و علنن با هر یک از ایشان گفتگوی بسیار کردم، بلکه جمعی از جوانان تحصیل کرده ی تربیت یافته که با یکدیگر عقد الفتی داشته باشند، نخیل امور دولت شده به وجود آنها پایه امور در محور طبیعی خود جاری گردد و از ستمکاری بسیار که در تمام مملکت جاری است اندکی جلوگیری شود. و هم طرحی ریخته شد که در این حال فلاکت دولت به عنوان خزانه خاص یک استقراض داخلی بشود و به این وسیله از استقراض خارجی بی‌نیاز گردیم. چه استقراض خارجی؟ به واسطه یه شرطی که در قرضه روس و انگلیس شده، تا وقتی که آن قرض ادا نشده باشد نتوانیم از دولت دیگر قرض کنیم، برای ما خطرناک است. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است.
اگر بخواهیم از خارج استقراض کنیم، ناچار باید از روس و انگلیس باشد با شرایط وطن برباده. و بالاخره بعد از مذاکرات بسیار، کار قرضه داخلی هم صورت نگرفت. گاهی به خاطر می آورم پرده را از روی کار برتیده، آشکارا به میدان آمده، جمعی را با خود همراه نموده، بر ضد زمامداران امور یا تنبلان طماع قیام کرده، نااهلان را به جای خود نشانیده، رشته امور را به دست اشخاص بهتر بسپاریم. در این حال وفور حاسدین و بدخواهان خود را از یک طرف و خالی بودن کیسه خیش و رفیقان را از طرف دیگر و ناموافقتی عناصر صالح ملت را با یکدیگر ملاحظه نموده، صبر را پیش نموده، انتظار پیش آمدهای بهتر را می کشم و روز به روز آشکارتر می شود که زمامداران امور امروز هم از جنس مردم دیروز هستند. اگر در موانع خارجی که از روی فقدان رجال با جرأت کاراگاه تولید و دوام یافته بود سستی روی داده باشد، اما اثر رعب آن هنوز در وجود زمامداران امور باقی است و به علاوه اغراض طمع‌کارانه اشخاص رسمی و غیر رسمی در هر لباس که مقتضیات بدبختی‌های گوناگون را تشکیل می‌داده به جای خود است و خلقی انبوه از بیکاران مملکتند که راه معاشی بجز از وسایل نامشروع ندارند و تا در اصلاحات اساسی از جانب دولت مقتدری به وضع و اجرای قوانین سودمند اقدامات جدی نشود و هوای مملکت روشن نگردد، روی صلاح و اصلاحی دیده نخواهد شد. اما کجاست آن دولت و کدام است آن قوانین و کیست آن که صلاح مملکت را بداند و نفع نوع را بر منافع شخصی مقدم بدارد؟ دولت عثمانی در ماه شوال 1332 هجری از جنگ اروپا استفاده بزرگ کرد. در سایه اتحاد با آلمان و استفاده مادی و معنوی از او، موضوع بزرگ حق محاکمه قنصولات یا کاپیتولاسیون را که سالها در قید اسارت آن بود لغو کرد. صفحه 273. آلمان و اتریش اختیاراً پذیرفتند و دول مؤتلف اضطراراً، و این بزرگتر فایده‌ای بود که یک دولت مقهور در دست سیاست اروپاییان میتوانست در این موقع برده باشد. دولت ایران خود را بی‌طرف معرفی نموده، در صورتی که از هر طرف به بی‌طرفی او خلل می‌رسد، مخصوصاً از سرحدات روس و عثمانی، و نمی‌خواهند از بی‌طرفی خود دفاع نماید. در صورتی که اگر بخواهد به واسطه قوای رسمی و غیر رسمی می‌تواند، ولی مردی که پا به میدان بگذارد کیست؟ باز شمعی از احوال خود بنویسم. در این بازگشت به ایران گاهی خیال می کردم در دایره معارف عمومی به شغل رسمی بپردازم تا هم راه تحصیل معاش بوده باشد و هم بهتر بتوانم خیالات دیرینه خود را در راه معارف مجرا سازم. اما پیش از برپا شدن جنگ اروپا تصور می کردم پس از چند ماه توقف در ایران برای حضور در دوم کنگره نژادی به اروپا برخواهم گشت. این بود که در قبول کار رسمی مسامحه می کردم و با خود می گفتم اگر با اوضاع سیاست بازی اجانب و احوال ناهنجار داخلی برای من موفقیت حاصل نشد که بتوانم خدمت مستقیمی به وطن بنمایم، در موقع مسافرت به اروپا برای کنگره دوم یک جهت قطع علاقه ظاهری کرده، با یک دنیا افسوس در خارج مملکت به هر صورت که بتوانم امرار حیات می نمایم. اما جنگ اروپا این اندیشه را از سر بدر کرد و با وجود جنگ موجود کنگره برپا نخواهد شد. از این جهت مصمم اقامت در تهران و اقدام به تحصیل شغل و کار گشتم، بلکه بتوانم بقیه عمر را به خدمات سودمندتر از گذشته به وطن و هموطنانم بگذرانم. صفحه 275. فصل 31. امیدواری و بدبختی. باید دانست تا این وقت از عمر مرا شغلی که در ازای آن اجرتی داشته باشم نبوده و به این واسطه همه وقت در اسرت زندگانی بودم. 20 سال پیش از اینکه به دنیا و خلق آن نزدیک شدم و در خیر و شر امور شرکت و با خوب و بد مردم معاشرت نمودم،
بیشتر اوقات در انقلابات فکری و سیاسی مملکت داخل بودم، ولیکن شخصا تصدی کار رسمی نمی کردم، زیرا اوضاع مملکت و اخلاق مردم اقتضا نداشت که من در کسوت روحانی موروثی که بودم به مشاغل دولتی بپردازم. ولی پس از این مسافرت هم اوضاع وطن تغییر یافته و محظوراتی که بوده کم شده است و هم اختلال احوال شخصی مرا مجبور می کند شغل رسمی تحصیل نمایم و بیشتر نظرم متوجه معارف است و می خواهم در آن دایره خدمت نمایم. خصوصا که در سالهای آخرین به واسطه انقلاب احوال ملکی و تشتت خیالات شخصی و مسافرت‌های پی در پی طولانی نتوانستم به دایره معارف نظری کرده باشم. در این سنوات گرچه به ظاهر در دایره معارف ما وسعتی حاصل شده، مدارس پسران و دختران در تهران و ولایات زیاد گشته، تعلیم دهندگان به نسبه افزونتر و اسباب تعلیم و تعلم فراهمتر شده، دارالفنون تهران نظر به حاجت مدارس ابتدایی به وجود مدرسه متوسطه و بالاتر حاجت خود را به اصلاحات داخلی احساس نموده و اصلاحاتی هم در آن شده است، ولیکن به واسطه اغراض شخصی و طمعکاری اشخاص و نبودن حکومت مقتدر مطاع و نقصان اسباب کار، دایره معارف معابی نهایت حاجتمند اصلاحات است، مخصوصا راجع به معلم و کتاب. از طرفی حوادث گذشته سیاسی و غیره طوری افکار عمومی را منجمد نموده است که حس حیاتی پدیدار نیست و چون انقلابات سیاسی ما را سودی نداده است، انقلاب مذهبی هم در ملت ما صورت پذیر نمی نماید. پس محتاجیم به انقلاب فکری. بلی، انقلاب فکری است که می تواند در میان ناامیدی ها روشنایی امیدی نمودار سازد و در سعادتی به روی ملت بگشاید. انقلاب فکری است که سرچشمه های بسته را باز می کند و افکار خسته را روح حیات می بخشد. انقلاب فکری است که می تواند خفتگان را بیدار و بیهوشان را هوشیار نماید. ملت فرانسه چه می داشت اگر قرن 17 را نمی داشت و قرن اعظم فرانسه چه بود اگر نویسندگان بزرگ و گویندگان ستورگ در آن نمی بودند؟ به جمله ملت ما، مملکت ما در این حال محتاج است به انقلاب فکری و ادبی، محتاج است به تنقیح نمودن سرچشمه های افکار، محتاج است به تشویق ارباب قلم و به ترغیب گویندگان و نویسندگان و دیگر آنکه زبان شیرین ما که بدبختانه کمتر روز خوشی در عمر طولانی خیش دیده است، گاهی در فشار ستمکاری ترکیه تاتاری میزیسته، گاهی در لگد کوب حمله تازی استخوان‌هایش در هم شکسته، اینک روزگاری است که دستخوش لغات و اصلاحات زبان‌های غربی گشته، روز به روز زحمت تازه سربار دوش ناتوان او می‌گردد. جمعی از نورسان اروپا دیده به اظهار فضیلت بی اساس به وی ستم می‌نمایند و جمعی از ارباب قلم تیغ جفا به روی آن می‌کشند و بالجمله زبان ما علیل و ناتوان به دست صاحب قرضان گرفتار، بی طبیب و بی دوا و بی پرستار مانده است. بدیهی است در این حال حاجتمندی به یک مجلس علمی و ادبی که بتواند به زبان ما خدمت نماید، بتواند وسایل انقلاب فکری و ادبی را فراهم آورد، بتواند درهای بسته افکار قوم را بگشاید، از مسلمات به نظر می آید. این بود که در صدد تأسیس چنین مجلسی برآمدم که از روی اساس آکادمی‌های ملت‌های مترقی با رعایت عادات و اخلاق ملکی تأسیس گردد و تصور می‌کنم تأسیس مجبور اهمیتش از تأسیس مکاتب جدید کمتر نباشد. خلاصه در این راه کوشش نمودم تا پس از تاج‌گذاری که دولت تازه تشکیل شد و وزارت معارف نامزد میرزا نظام الدین خان مهندس الممالک کاشانی گشت و پسر تحصیل کرده‌ای دارد که چند سال است در دایره معارف خدمت می نماید و می خواهد حقوق مرا در معارف رعایت کند، لذا پدرش را به مساعدت با خیالات من ترغیب می نماید. پانل: مهندس الممالک مردی تحصیل کرده و دنیا دیده است. کتاب مهمی در هندسه عالی تألیف نموده. اکنون که وزارت معارف را دریافته،
می‌خواهد نام نیکی در این رهگذر بگذارد. ادامه متن. مهندس الممالک می‌پذیرد که به دست من مجلس علمی برقرار گردد و تصور می‌کند بتواند از نظریات من در اصلاحات معارفی استفاده کند. این است که برای مجلس علمی در بودجه معارف مبلغی می‌نویسد و شروع به کار نزدیک می‌گردد. بدیهی است انجام این مقصد برای من سعادت شمرده می‌شود و می‌باید تصور نمایم که پس از سال‌ها سرگردانی خیال من برای تکلیف بقیه عمر آسوده می شود. اوضاع زمان هم به ما اجازت می دهد قدم های خود را رو به اصلاحات معارفی و اساسی سریع تر برداریم. این است که با امیدواری بسیار با سر پرشور به میدان خدمت قدم گذارده خود را بر مرکب آرزوها سوار تصور می نمودم. غافل از آنکه دست تجربه دهر نرد تازهی خواهد باخت و به شیشه آمال من سنگ گرانی خواهد زد که روزگارم را تیرو تار می کند و دنیا را به چشمم خار و زار می سازد. توضیح غم تازه آن که تلگراف اروپا مرگ نابهنگام پسر ناکامم را می رساند. شادمانی به غم و اندوه مبدل گشته، آرزوهای دور و دراز و خیالات گوناگون همه با شیشه دل غمناکم در هم می شکند. جوان ناکامم در مرحله 14 زندگانی با یک عالم هوش و ذکا و قابلیت و استعداد به حادثه مختصری در شهر ووی سوئیس دار فانی را وداع گفته رخت به عالم دیگر می کشد. بدیهی است آثار قهری این حادثه برای من دست و دلی یا پا و سری باقی نمی گذارد و ثابت می کند که نصیب من از این عالم جز محنت و غم نبوده و نیست. صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. در این مقام میخواهم سرگذشت مختصری از فرزند خود مجدالدین بنویسم، شاید عبرت خوانندگان بگردد. در هنگام مسافرت به اروپا مصمم بودم طفل خود را برای تحصیل در سوئیس بگذارم، ولی نمیدانستم در کدام شهر بماند بهتر خواهد بود. یکی از دوستان که به گفته او اعتماد داشتم گفت شهر ووه از هر جهت مناسب است. به این جهت در هنگام ورود به سوئیس که مصمم رفتن به لندن برای تاجگذاری پادشاه انگلستان و برای شرکت در کنگره نژادی بودم، او را با رفیق خیش مصطفی خان سارم به آن شهر برده در خانه شخص معلمی از مذهبیان سپردم و رفتم. این طفل به زودی زبان فرانسه را طوری فرا گرفت که در محاوره با اطفال سوئیس تمیز داده نمی‌شد اجنبی بوده باشد. بعد از بازگشتن من از سفر انگلستان به سوئیس و اقامت در شهر لوزان، او را هم به لوزان آورده امتحان می‌دهد و به مدرسه علمی لوزان وارد می‌گردد. در لوزان می‌ماند و چیزی که تصور نمی‌شود این است که او دوباره به شهر ووه بازگشت نماید. اما در موقعی که می‌خواهیم به ایران برگردیم، اتفاقاً اسبابی فراهم می شود که مجبور می شویم باز او را به آن شهر برده در یک مدرسه شبانه روزی که در بالای ووه است بسپارم. روزی که او را به آن محل می برم از کنار قبرستان ووه می گذریم. بی اختیار آهی کشیده می گوید چه قبرستان غمناکی است. این سخن او در این حال در قلب من تأثیر شدید می نماید، به حدی که می‌خواهم از خیال سپردن او به آن مدرسه منصرف گردم، ولی باز قوت قلب خیش را از دست نمی‌دهم و خیال خود را تعقیب می‌نمایم. روزی چند پیش از حرکت ما به طرف ایران، او برای سنجیدن جا و مکان خود در ووه می‌ماند و ما در لوزان. در این حال یکی از آشنایان که او خود مرا به سپردن طفل خیش در آن مکان راهنمایی کرده بود، خطی می‌رسد و می‌نویسد تحقیقاتی شده است این مدرسه برای طفل شما بد عاقبت است، او را از آنجا در آورید. چون می دانستم میان او و صاحب آن مدرسه کدورتی حاصل شده، این سخن را حمل بر غرض نموده اعتنا به آن خیر خواهی نکردم.
خصوصاً در شرف مسافرت بودیم و وقت برای تغییر مکان او نبود. تنها از پسرم پرسیدم آیا رفتار ناپسندی در آن خانه دیده می شود؟ گفت نه و من از بودن در این محل خوشنودم. یک ماه به مسافرت ما مانده است. در روزنامه خوانده می شود زن ایتالیایی به لوزان آمده پیشگویی می کند و به هر کس هر چه گفته مطابق واقع شده. خانم عیال من اصرار می کند برویم این زن را ببینیم. در ملاقات آن زن و در ضمن مذاکراتی که می شود می گوید بعد از 3 ماه مصیبتی به خانواده شما می رسد. عیال من مضطرب می شود ولی او را آرام می کنم و می گذرد. در روز حرکت از گار لوزان به طرف برلن که فرزند من مجدالدین به مشایعت ما آمده است و در این گار آخرین ملاقات ما حاصل شده، او به طرف منزل خود می رود و ما به جانب برلن. از دیدن حال حزن‌انگیز او و جدایی که به ظاهر برای چند ماه بیش نیست، ملالت شدیدی که نظیرش را در تمام عمر ندیدم در قلب خود احساس می نمایم و همه را حمل بر انس و علاقه می کنم. گاهی به خاطرم خطور می کند او را هم به ایران ببرم، اما مادرش راضی نمی شود که به تعلیم و تربیت وی خللی وارد شود. به هر حال او را می گذاریم و می رویم. بدیهی است اگر در سوئیس یا در آلمان با وجود چند روز اقامت آنجا و ملاقات بعضی از بزرگان آن مملکت تصور شده بود که به زودی جنگ عمومی برپا خواهد شد و اوضاع اروپا بلکه دنیا دگرگون می شود و چند سال مدت این انقلاب طول خواهد کشید، قطعا راضی نمی شدم طفل خود را در خارج گذارده روانه شویم. ولی کلمه از جنگ و حتمی الوقوع بودن آن به گوش ما نرسید، زیرا آتش جنگ یک مرتبه شعله برگشت و ممکن نبود پیش از حادثه قتل ولیعهد اتریش پیش بینی شده باشد. در ماه رمضان جنگ شروع می شود و بیش از 1 ماه از شروع به جنگ نمی گذرد که خبر وفات فرزند عزیز من به تهران می رسد. ولی اگر این خبر در غیر این وقت به ما رسیده بود، شنیدنش ناگوارتر بود که در این وقت رسیده، که در بحبوحه شنیدن خبر قتل چندین هزار جوان تحصیل کرده اروپایی در میدانهای جنگ، از تمام ملل جنگجو و تصور حال پدران و مادران آنها در شنیدن آن خبرها، گوش و قلب مرا از استماع خبر وفات ناگهانی فرزند خود ملایمت داده بود و در مقایسه حال خود با احوال پدران و مادران آن جوانان که نه علاقه آنها به فرزند ایشان کمتر از علاقه ما بوده است و نه فرزند ما لایقتر و عزیزتر از فرزندان آنها، اندک تسلی به قلب ما می داد. خلاصه اوائل شوال 1333 هجری خبر مرگ این جوان به ما می رسد و معلوم می شود در ضمن بازی ژیمناستیک از طناب بازی به زمین افتاده و جراحتی به پایش رسیده است و چون در آن مکان حیوانات اهلی برای زراعت نگاه می داشتند و وسایل تولید ماده کزاز موجود بود، زخم این طفل کزاز گرفته، 2-3 روز فاصله وفات می کند. عجبا مکرر از او شنیده شد که می گفت در موضوع مرض تتانوس یعنی کزاز، معلم ما به ما تأکید می کند که باید از این مرض در موقع رسیدن جراحتی بر بدن کاملا احتراز کرد و می گفت من از این مرض بسیار اندیشه دارم و آن کشنده است. و شاید در آن موقع که فهمیده است مرضش این است، وحشتناکی از مرض هم ممد خود باختن و تلف شدن او شده باشد. و هر صورت فرزند عزیز ما در قربت در راه تحصیل علم به مرضی که بیش از هر مرض از آن می ترسید از دنیا می رود و در قبرستانی که از پیش غمناکیان را خود حس کرده بود به خاک سپرده، در جام شراب زندگانی خانوادهش برای مدت عمر زهر ریخته می شود که تلخی آن در کام آنها به وسیله هیچ شیرینی برطرف نمی گردد و دیگر هیچ گونه شادی که آمیخته به غم نبوده باشد در زندگانی خود نمی بینند. بالجمله وقوع این حادثه ناگهانی و حصول جنگ اروپا مرا از خیال مراجعت به اروپا منصرف ساخته در وطن مقیم گشتم و چنان که اشاره رفت در وزارت معارف به تأسیس شعبه ادبی مجلس علمی پرداخته
به دادن کنفرانس های علمی و ادبی و شروع به تألیف یک فرهنگ فارسی به فارسی به سبک فرهنگ های خارج پرداخته، به شنیدن اخبار وحشتناک جنگ و تأثیرات سوء آن در مملکت بیکس و بیچاره و پریشان ما روزی به شب برده، شبی با هزار اندوه و غم به روز می آوریم. تا که این روز به شام آید و این شیشه به تن. صفحه 281، فصل 32، یک سال وقت گم شده. پس از فوت‌گذاری سلطان احمدشاه یا ابتدای شروع جنگ اروپا، اوضاع سیاست خارجی و داخلی ایران دچار بحران شدید گشت. به دلایل زیر: 1. سلطان احمدشاه 17 ساله سنش مقتضی نبود زمام امور مملکت را کاملا به دست خود بگیرد و از طرفی از مجلس شورای ملی و مشروطیت اندیشه داشت و نمیخواست کاری که بوی استبداد از آن بیاید از وی صادر گردد. این بود که در برابر مجلس و وزرای مشروطه تسلیم صرف بود. 2. مجلس دایر شد با نمایندگانی که بیشتر آنها لیاقت برای آن مقام نداشتند و نظامنامه انتخابات آنها را به قوت ملاکی و رعیتداری یا به نفوذ روحانیت انتخاب کرده بود و یا آنکه طرفداران اجانب که از مأمورین جز که زیر دست مستخدمین بلژیکی کار می کردند و خود را هواخواه روس و انگلیس می دانستند و چه غیر آنها به تحریکات اجانب به کرسی نمایندگی نشستند. بدیهی است از چنین مجلس با اختلافات دستجات مختلف که اغلب از روی غرض‌های خصوصی تشکیل شده و اساس درستی ندارد، امید خیر و صلاحی نمیتوان داشت، مخصوصاً که جمعی منتظر الوزاره در میان نمایندگان بودند که برای رسیدن به مقام وزارت راضی نمی‌شدند کابینه‌ای که آنها در آن نباشد تشکیل شود یا دوامی داشته باشد. 3. مردانی با کفایتی هم که بتوانند کرسی‌های وزارت را اشغال نمایند و به وظیفه امروز ایران رفتار کنند موجود نبودند و اگر بودن هم نزدیک به کار نبودند. تنها معدودی از شاهزادگان و رجال کهنه از کار افتاده مرعوب اجانب و یا نورسان طماع خائن و متمایل به اجانب پیش قدم برای تصدی وزارت بودند، در صورتی که همین معدود هم با یکدیگر اتحاد و یگانگی نداشتند و هر چند تن از آنان که روی کار می آمدند مابقی بر ضد آنها برخواسته آنقدر کارشکنی می کردند که آنها را از کار بیندازند و به این سبب در ظرف یک سال 5 مرتبه کابینه وزرا تغییر کرد و هر دفعه مدتی بحرانش به طول انجامید و به این واسطه رشته امور از هم گسسته شد و شیرازه کارها پاره پاره گشت. 4. اثرات جنگ بین المللی اروپا در ایران ظاهر شد و مأمورین سیاسی دو دسته به جان یکدیگر افتادند و به تحریکات داخلی از هر طرف پرداختند و به ملاحظه فتوحات محیر العقول آلمان که قهرن جالب توجه ملل بی طرف است و به ملاحظه دلتنگی ایرانیان از تجاوزات روس و انگلیس و از بودن قشون روس در شمال مملکت، از روی حس انتقام افکار عمومی متمایل به آلمان گردید، علل خصوص که دولت هم مذهب همسایه ما عثمانی هم داخل جنگ شد و بر ضد روس و انگلیس و فرانسه قیام نمود و از مرکز خلافت عثمانی حکم به جهاد مقدس صادر گشت و روحانیان شیعه مذهب مخصوصاً مجاورین عتبات عالیات هم از آنها پیروی کرده حکم جهاد دادند. گرچه این حکم به واسطه اینکه دولت سیاست بی‌طرفی را اختیار نموده بود و هم به واسطه مهیا نبودن اسباب به موقع اجرا گذارده نشد، ولی بر تمایل ملت به جانب آلمان و عثمانی افزود و نفرت از روس و انگلیس را برزیادت کرد، خصوصا که در جنگ اعراب به اتفاق قشون عثمانی بر ضد انگلیسیان در حدود شط العرب جمعی از روحانیان شیعه تبعی ایران و از مجاهدین ایرانی هم شرکت نمودند
و هم در حدود آذربایجان در جنگ عثمانیان با روس ایرانیان مشارکت و فداکاری کردند. 5. نظر به اعلان بی‌طرفی که دولت داده بود مجبور بود حدود آن را رعایت نماید، یعنی به طرفین متخاصم به یک نظر نگاه کند. در صورتی که آلمان و عثمانی در ایران استعدادی نداشتند ولی روس و انگلیس به واسطه قشون روس در شمال که تا پشت دروازه تهران را اشغال داشت و به واسطه نفوذی که در دولت و ملت داشتند و به واسطه مسائل مالیه و غیره خود را مقتدرتر از رقیبان دانسته، اولا به تصرف در جمیع امور تصور می کردند و نمی خواستند مغلوبیت آنها از آلمان در اروپا اثرش در ایران ظاهر گردد و به افکار عمومی که بر ضد آنها بود و به تهیه هایی که آلمان ها و عثمانیان بر ضد آنها می گرفتند اهمیت نمی دادند و سختی رفتار خود با دولت نمی خواستند. دولت هم بین المحظورین شدید واقع بود و چاره جز تحمل نمودن برای خود تصور نمی کرد. زیرا گمان می نمود اگر بخواهد به همراهی افکار عمومی متمایل به آلمان و عثمانی گردد، روس و انگلیس فوراً مرکز را با قشونی که در قزوین دارند اشغال خواهند کرد و او را محو می کنند. و اگر بخواهد به جانب روس و انگلیس برود، از مخالفت ملت می ترسید و از ننگین شدن در عالم اسلامیت اندیشه می کرد. لذا هیچ اقدام از هیچ طرف جرأت نمی نمود. 6. قوای دولت عبارت بود از دو قوه ضد یکدیگر، یعنی قوه قزاق که کاملا در دست روس بود و یک قسمت از قشون اجنبی شمرده می شد. گرچه در میان قزاقان اشخاص ایرانی وطن پرست هم یافت می شدند، ولی همه مقهور دست فرماندهان روسی بودند. و از قوه ژاندارمری که صاحب منصبان سوئدی آن قوه را اداره می کردند و پیش از جنگ اروپا انگلیس ها آنها را به خود جلب نموده در این ائتلاف با روس در مقابل قزاقخانه حامی خود قرار داده بودند و بعد از جنگ آلمان ها آنها را به جانب خود کشیدند و در مقابل قزاق واداشتند، بلکه حفظ و حراست خود را هم به آنها سپردند و از هیچ گونه مساعدت معنوی با آنها دریغ نداشتند. اختلاف کلمه ما بین این دو قوه به جایی کشید که یک قزاق و یک ژاندارم در یک رهگذر که به هم بر می‌خوردند مثل دو نفر جنگجو به یکدیگر نگاه می‌کردند و می‌گذشتند و بدیهی است که این اختلاف کلمه از دو قوه نظامی چه اثرات سو در بحران مملکت دارد. 7. متعرض شدن روس و انگلیس در شمال و جنوب به مأمورین سیاسی آلمان، اتریش و عثمانی و گرفتن و تبعید نمودن آنها و به مخاطر انداختن اتباع دول مزبور را در نقاط مختلف مملکت مخصوصا در شمال و جنوب، چنان که در تبریز و بوشهر و غیره شد، به بهانه آنکه آنها مردم را بر ضد ایشان تحریک می نمایند. و بدیهی است این اقدامات در یک مملکت بی‌طرف تا چند اندازه موجب اختلال امر حکومت و اغتشاش مملکت می‌گردد، خصوصا که طرف مقابل هم خود را فاتح در جنگ بداند و نتواند این تجاوزات را که در یک مملکت بی‌طرف از دشمنان خود نسبت به تبعی خیش می‌شود تحمل کند و ناچار است ایرانیان را به هیجان آورده وسیله دفاع از تعدیات دشمنان را به دست ایرانیان فراهم سازد. 8. اغتشاش مالیه که کاملا در تحت نفوذ بلژیکیان رفته، گرچه سر و صورتی به اداره نمودن آن داده اند ولی با چند کرور خرج که در حقیقت فرع زیاده بر اصل می باشد و این اختیارات را قانونی که موسوم است به قانون 23 جوزا و در مجلس شورای ملی به واسطه اعتمادی که به شستر آمریکایی خزانه‌دار ایران داشته اند وضع شده و پس از انفصال قهری او به دست بلژیکیان افتاده و در تحت نفوذ روس و انگلیس در آمده، از مصرف نمودن وجوه خزانه دولت در راه‌هایی که با سیاست آنها منافی است مانند خرج قشون و راه بردن اداره ژاندارمری خودداری نموده به مسامحه می‌گذرانند. و این یکی از اسباب هیجان افکار است که می‌خواهند دست بلژیکیان را از تصرف در مالیه مملکت کوتاه نموده مالیه را به مصارف الزام برسانند.
9. رقابت ایلات به یکدیگر و ترویج این رقابت به واسطه تحریکات اجانب و تعلیمات مختلف که به آنها داده می شود و کمک های مادی و معنوی هر دست از متخاصمین از ایلاتی که متمایل به آنهاست و تأثیرات حکم جهاد در ایلات، مخصوصا ایلات سرحدات عثمانی و حدود غربی، و هم اختلاف دو دسته که به نام حزب سیاسی مداخله در امور می کردند و هر یک اقدامات دیگری، و هر دو اقدامات دولت را بی اثر می گذارند به ملاحظات شخصی به نام حزب دموکرات و اعتدال. و بالجمله به واسطه این اسباب که بعضی از آنها نوظهور و از عوارض جنگ اروپا است و بعضی نتیجه مقدماتی است که در دوره‌های گذشته چیده شده، مخصوصاً در 4 سال فاصله ما بین خلع محمد علی شاه و تاجگذاری سلطان احمد را، مملکت دچار بحران شدید شده است. در کابینه‌هایی که تشکیل می‌شد، اوایل امر تنها ملاحظه‌ای که بود این بود که از هواخواهان روس و انگلیس هر دو تشکیل شده باشد که موجب دلتنگی آن دو رقیب که اکنون با یکدیگر به ظاهر دست اتحاد داده اند نباشد. ولی بعد از ظهور فتوحات آلمان و عثمانی، ملاحظه رضایت آنها هم جزو ملاحظات آمده، تکلیف تشکیل کابینه مشکل تر گشته است. میرزا محمد علی خان علی السلطنه در وقت تاجگذاری رئیس الوزراء بود و متمایل به انگلیسیان. پس از تاجگذاری میرزا حسن خان مستوفی الممالک زمامدار امور گشت و خواست رشته بیطرفی را به دست گرفته جانب همه را رعایت کرده باشد و تا مجلس شورای ملی دایر نشده بود با مختصر استقامتی کارش پیشرفت کرده به نام پادشاه تازه و دولت جدید صورت انتظامی به امور داد. ضعفی هم که در کار روس و انگلیس در جنگ ظاهر شد و از فشار خود به دولت ایران کاستند، او را مدد کرد. مصطفی الممالک موفق شد محمد حسن میرزای ولیعهد را به فرمان فرمایی آذربایجان بفرستد و در عین کشمکش روس‌ها با عثمانیان در آذربایجان این کار را انجام داد و از نفوذ تام روس در آن ناحیه که حکومت سابق دست نشانده آنها بود اندکی کاسته شد. مصطفی الممالک خطی که کرد و دولت و ملت را دچار زحمت نمود و از استفاده نمودن از جنگ اروپا دور انداخت این بود که اعلام بی‌طرفی را بی عوض داد، در صورتی که می‌توانست از هر دو طرف عوض بگیرد. بعد از رسمی شدن مجلس، کابینه مصطفی الممالک دچار زحمت گشت به واسطه آنچه در ماده دوم و نهم بدان اشاره شد و بالاخره منفصل گردید. میرزا حسن خان مشیرالدوله کابینه را مرکب از اشخاصی متناسب به یکدیگر تشکیل داد. مشیرالدوله از اشخاص تحصیل کرده تربیت شده این عصر است. در جلد اول این کتاب به مناسبت انقلاب ادبی ایران و در جلد دوم به مناسبت انقلاب سیاسی مکرر نام برده شده. مشیرالدوله مرد کارآگاه و اداره کننده است، ولیکن جرأت و جسارتش به قدر کافی نیست، یا آنکه احتیاط و محافظه کاریش زیادند. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.